بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و امروز اوقاتی رو که با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 16 فروردین 1395 و برابر است با 4 آپریل 2016 میلادی. خب بگید ببینیم چه کردید؟ 13 رو به در کردید، اینجا 13، 14، 15. به تناوب هر کسی هر روزی تعطیل بود رفت و خوش گذروند. ما هم با اجازتون هر 4 روزش رو مشغول کار بودیم. 13 که با شما بودیم، جمعه اینجا، شنبه و یک شنبه هم 14 و 15 کار میکردیم، ولی خبر خوبی و خوشی های دوستان رو شنیدیم، ویدیوهاشون رو دیدیم. یک کم باد می اومد، سرد شده بود، ولی دیگه حالا هر چی میخواد زمستون زور خودش رو بزنه، این دیگه تموم شده. ای کاش دوستان طرفدار حکومت‌های سلطنتی یک نفره دیکتاتوری این رو میفهمیدن که اینها هم مثل زمستون هستن و باید برند و جای خودشون رو به بهار بدن. البته نه بهار عربی که چه خزانی شد، حالا بعضی هاشون منتظر زمستان هم هستن. خب زنگ بزنید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، بگید که کجا رفتید، چه کردید در ایران. من شنیدم حتی بعضی ها زودتر رفتن، گفتن چون 13 شلوغ میشه، البته دوستان شیرازی گفته بودن چون 13 شلوغ میشه ما زودتر رفتیم. عکس ها رو فرستاده بودن، قابلمه های بزرگ خورده بودن، این باقال و پلو و نمیدونم دوغ و کباب و اینها، و همه خوابیده بودن ردیف. امیدواریم که همیشه اگر خواب هم هستند با شکمی سیر، با خیالی راحت بخوابن. خب اگر میبینید من یک کمی اینجا لپم چاق شده، فکر نکنید چاق شدم، یه دونه از این آبنبات‌های گلودرد، نمیدونم یه چیز فلفلی خوردم خیلی سرفه میکردم، یه دونه از این آلبالوها خوردم که مزه و بوی ویکس میده. این ویکس هم معجزه‌ای بوده، فکر کنم معجزه قرن 20 بوده. خب و اما ما جبرانی روز جمعه، همونجوری که قبلا هم بهتون گفته بودم، رفتیم برنامه خوب آقای ماز جبرانی رو در جای بسیار خوب کندی سنتر، که هم خودش هم دوستانش آقای امیر سینگ، این جوان 26 ساله که به قول خودش میگه من مثل 46 ساله ها میمونم قیافم، آقای امیر کی که اتفاقا ماه می هم، ماه آینده هم میاد باز در آرلینگتون، حتما تبلیغاش و آگهی‌هاش رو نشون میدم. آدم جوونیه، خیلی با استعداده. این برنامه جمعه نور علی نور بود. خب آقای ماز جبرانی که خودش سر چی میگن گل سرسبد بود، و این بار یک گروه موسیقی آورده بود به نام کیوسک یا کیاسک اینجا میگن، و آقای آرش سبحانی. آرش سبحانی رو شما از توی تلویزیون ممکنه بشناسید، ایشون توی وایس آف امریکا بود، توی برنامه آنتن بود، برنامه های خوبی هم درست میکرد، نمیدونم هنوز اونجا هست یا نه، ایشون هم برنامه اجرا کرد. اتفاقا فرصتی بشه باهاش یه مصاحبه میکنم، چون نوع موزیکش یه نوع به خصوص بود. من خیلی از موزیک چیزی نمیفهمم، گفتم رفتیم هم دنبالش، ولی از بس بی استعداد بودیم فکر کنم همه معلم‌ها رو دیوونه کردیم و خودمون هم ول کردیم. این از این ماجرا. بعد خیلی شب خوبی بود، هم قبلش، قبل از برنامه این کیوسک آمد و موزیک اجرا کرد، هم بعد از برنامه، همه با هم. بچه‌های ماز جبرانی آمده بودن، دختر و پسرش که اونها از اون نابغه ها میشن، معلومه دیگه، از بابای اینجوری و مادری با اون باهوش و اینها، بالاخره بچه‌های اینجوری هم انتظار میره. ولی خیلی شب خوبی بود. بعدش هم که رفته بودن یک جایی بهش میگن افتر آورز، و اونجا تا پاسی از نیمه شب بودن، ولی ما دیگه بدنمون نمیکشه به این برنامه های بعد از ساعت 11 و 12. یه زمانی بله، ولی دوچون پیر شدی سربی از میکده خارج شد. و اما روز جمعه اگه برنامه من رو دیده باشید، یا اگر ندیدید بعدا برید تو آرشیو ببینید، ما درباره آقای شجریان صحبت کردیم. من خیلی متاسفم که اینقدر بعضیا بی‌دقت هستن. بزرگترینش آقای
مانتی فاطمی دوست خوبم، دوستان دیگه که آمدند و برید ببینید اعتراض کردن، میگم بابا چرا به من اعتراض میکنید؟ این نامه رو آقای سبا تبار که ژورنالیست شاعره تو کانادا زندگی میکنه ایشون منتشر کرده، من خوندم و ضمناً نظر خودم رو دادم. شما اگه با نامه اشکالی دارید باید با ایشون تماس بگیرید، اگه با نظر من اشکال دارید خب بیان با من تماس بگیرید، نظر خودتون رو بگید. ضمناً سعی کنیم به نظر دیگران اشکالی با نظر دیگران اشکالی نداشته باشیم، عادت کنیم نظر خودمون رو بگیم. بیننده یا خواننده میبینه آقا سوربی اینجوری فکر میکنه، آقای مانتی فاطمی اونجوری فکر میکنه، علی دوستمون از ترکیه اونجوری فکر میکنه. چرا میخواین زور بگی؟ بله این چایی که من میخورم خیلی از دوستان گفتن آقا غلیظه، نه این توی تلویزیون رنگش اینجوری خیلی آبکیه، به قول شیرازی ها آب قرقره. خب ببینم من این برنامه‌مون ضبط میشه یا نه، بعد میام در خدمتتون و برنامه رو ادامه میدهیم. بله اینجا تا حالا 25 مگابایت، یه بار دیگه هم بگیریم ببینیم این مگابایت و مگابیت و اینها هم پدر همه رو در آورده. امروز با یه دوستی صحبت میکردم گفت آقا کامپیوتر من تا امروز صبح درست بود، حالا که اومدم ایمیلامو نشون نمیده، یاهو یه تغییراتی داده، بعد به شما میگه که میخوای سیستم جدیدی داشته باشی، شما میگی بله، سیستم جدیدی که میذاری ولت میکنه توی دشتی، چیزاتو خراب میکنه، تنظیماتو میریزه به هم. و چقدر زیاد کردن این آپشنا رو، میزنه یه بیستای اون بالا، تازه آخرش هم میشه مور بازم بیشتر. خب ما جبرانی رو گفتیم، ماجرای شجریان دوستان، کسی که میاد توی پابلیک فیگر، توی پابلیک، توی عموم یه مقامی رو پیدا میکنه، این شما نمیتونید تو مهمونی ها مثلا بگی شاه اینجا نیست، خامنه اینجا نیست، دربارش رو صحبت نکن. آقای اوساندو این اشتباه رو کرد، آقای دکتر نمیدونم مرادخانی اینجا نیست، بهتره دربارش صحبت نکنی. نه عزیزم، دکتر مرادخانی اگه یه روزی کاسکوزش جمع کنه بره همون مثل دایش عمامه و عبا بپوشه، نه اونجوری هم تازه باز دربارش صحبت میکنه. در اصل اون غلطه. آقای اوساندو، از آقای اوساندو خبری نیست، یه نامه ای نوشته بودن من میخونم، گویا از دیروز پریروز که دو سه روز پیش که 12 اسفند بوده، ایشون اون صندوق رو دوباره راه انداختن و من خداییش هدف این صندوق رو نفهمیدم، با وجودی که ایشون چندین بارم هی به من گفت همینجور که شما هم عضوش هستید، ولی ایشون دقت نکرد، من عضو شدم تا بتونم امتحان کنم و نتیجه امتحانم رو به شما بگم. در صورت دوستانی که در رابطه با آقای شجریان مشکل دارید یا با اون نامه‌ای که قلابی بوده، دخترش گفته این قلابیه و پسرش نمیدونم، پسرش که اصلا یه سری شعر نوشته، شما در جایی هستید که هیچ کس نیست، بعد منظورش قلبش بوده. آقا موقعی که دیگه بابات مریضه دیگه نمیخواد شاعر بازی و هنرمند بازی در بیاری، بیا بگو که بابام انقدر مدت مریض شده. یه نفر میگه آقا این شجریان که گفته 15 سال یک مهمانی آمده، این 15 سال ازدواج کرده، اون خانمه بهش سرطان داده. من فکر نمیکنم سرطان واگیر باشه. در صورت دوستان هی نگید چرا شما صحبت میکنید، به همون دلیلی که شماها میرید نگاه میکنید به ما نشون میده که دربارش صحبت کنید. خیلی ساده است، برید نگاه کنید، همین ویدیو حدود 700 تا بیننده رفته روی یوتیوب نگاش کرده، حالا چند تاش تو برنامه‌های بازپخش رو اینا دیده بماند. خب و اما ماجرای شجریان، یه آقایی هست هر از مدتی میره بعد دوباره پیداش میشه، نمیدونم آقای ناصر کنگره است اسمش چیه، به احتمال زیاد از این اسمای قلابیه، و ایشون میاد تبلیغ میکنه حزب ایران آباد. میگم آقا این حزب کجاست؟ میگه شما کاری نداشت باش کجاست، شما فقط دنبالش کن. میگم آقا این چه حرف مزخرفیه که شما میزنی، وقتی میگی حزب، وقتی میگی جنبش، وقتی میگی سازمان، باید یک اساسنامه‌ای، مرامنامه‌ای، صاحبی. بابا طویله هم میگه این طویله کیه، مثلا میگه این طویله عاشق ابوالقاسم مثلا رنگرزه، این طویله کیه فلان. شما میای تلویزیون باز میکنید دور تیوی،
برید نگاه کنید ببینید چی نوشته درباره ما. این آقای بود، آقای آزمایش، سالها پیش اومده بود اینجا، محمد علی باهاش مصاحبه کرد، منم دیدمش، یه آدمی درویش صفته، با هیچ کس مناظره نمیکنه، فقط میاد مثل آخوندا حرف میزنه و میره. و اینا رو برید ببینید کیان، پشتشون کیه. آقا اگه تلویزیون مردم میگه درباره ما سوربی میاد نوشته the most نمیدونم controversial فلان، یعنی بحث برانگیزترین مجری، که اینو سالها پیش موقعی که تو حتی واشنگتن پست و ایرانیان و این هم نوشته بودن گذاشته، اقلا شما میدونی اگه کسی که تلویزیون سوربی میمال که تلویزیون کانالی میگه آقا ما شهرام مایون، تلویزیون نمیدونم پارس مال شجره است. برید این تلویزیون های دیگه، این وبسایت های خبری، ببینید کیه پشتش. اگر نمیتونید پیداش کنید از خودتون بپرسید این چه کسی هست که داره میاد وقت میذاره، پول میذاره، عمرشو میذاره، ولی نمیخواد ما بشناسیمش. چرا نمیخواد ما بشناسیمش؟ ببینید جوابی پیدا میکنید. دور تیوی من براتون میبرم نشون میدم، اونجایی که نوشته درباره ما، نوشته ما میخوایم، اولا نوشته برنامه های 24 ساعت زنده. 24 ساعت زنده کجاست؟ یه مشت ویدیوی ضبط شده تلفنی و اینا گذاشتید اونجا پخش میشه. این از این. خب اونم حزب ایران آباد. بله این آقا هم هی بهش میگم آقا شما برو دنبال این آقای عرفانی و حزب آباد، این بابا آش رفته بادش مونده، حزب باد ایران، اینا هم شما رو باد میدن که هی ازتون پول بکشن. حالا شما اگر یا ساده لوحی یا احمقی به اینا پول میدی، برو بده آقا، خوش باش. مگه کسی میتونه جلو دادن کسی رو بگیره؟ فکر بد نکنید، منظورم پول دادن بود. بفرم. خب و اما پناهجویان و نوشتن مکتوب برای وایس آف امریکا. یه دوستی داریم، من دیدم چیزایی که مینیسه قشنگه، به نظر میاد تو کارهای رادیو تلویزیون ایران کار کرده و اینها، گفتم اگه دوست داری بیا از این سکو، از این بلندگو، از این پلتفرم، هر چی که میگه استفاده کن. این دوستمون میگه که من برای شما مینویسم همون جوری که ما برای وایس آف امریکا میفرسیم، شما هم در برنامهاتون بخون. گفتم آقا وایس آف امریکا با این نوشته‌های شما چه کمکی به شما کرده؟ بعد خودش میگه هیچی. میگم خب پس شما میخوای یه چیزی که هیچ نتیجه ای نداشته بیای اینجا امتحان کنی؟ بعد میگه شما درست میگی. حالا من میرم با دوستام صحبت میکنیم، چشم، حتما میایم برنامه خودمون رو میذاریم، از دلمون، از چشممون با مردم نگاه میکنیم، صحبت میکنیم، میرن دیگه، پیداشون نمیشه. و اما آقای علی دوست نازنین من توی ترکیه نوشته بود که آقا سوربی این دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن وقتی میفهمن من با تو دوستم یه جوری به منم حمله میکنن. گفتم آقا به اینا بگو شما مغز ندارید، از آقای ضیا طرفدارتر، از آقای مسعود صدر طرفدارتر، از آقای دکتر نصر احمدی طرفدارتر، از هزاران هزار افراد دیگه که فامیل آقای رضا پهلوی بودن، مأمور محافظش بودن، شما دیگه کاسه داغتر از آش شدید. همه اینا اینو ول کردن. برای چی؟ برای که شما دور هستید، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اینها که آمدن نزدیک، ماها که آمدیم نزدیک، دیدیم گوش خراش و گوشمون کر شد. آقا ما اجازه داریم دستمون رو بکنیم تو گوشمون بگیم نمیخوایم حرفای اینو بشنویم؟ خب اگه شما این رو به ما اجازه نمیدید، خب این چه والا ببخشید بی خود نی ایرانی ها نمیان به دنبال شما و حرفای شما. با همین آخونده ها ساختن، میگن بابا اینا کیان؟ کسی که تو ترکیه، کسی که تو اروپا، کسی که رو فیسبوک اینجوری دیکتاتور بازی در میاره، این میخواد چیکار کنه؟ در صورت علی جان پاسخ من به اینها اینه، بهشون بگو، بگو شما قبول دارید رضا پهلوی رو؟ اگه گفتن بله، بگو آقا از امروز برید فقط تلویزیون اونو نگاه کنید، ببینید چه کار میگه انجام بدید. چه کاری رو به شما گفته انجام بدید؟ برنامه‌ای داره تا حالا؟ هی نپرید از این شاخه به اون شاخه، مثل امید دانا پای این دندون بگیر، پای اون دندون بگیر، تازه بعدم دفتر رضا پهلوی مینسه آقا این مردکه بی سواد، اصلا ما کاری به کارش نداریم. چرا؟ اگه امید دانا دانا بود زنگ میزد به دفتر آقا رضا پهلوی، میگه آقا من عاشق و شیفته شما هستم و برنامه‌تون چیه میخوام اجرا کنم. اونا میگفتن حالا فعلا ما نشستیم تا مردم برنامه رو اجرا
من نمیفهمم اصلا نمیخونه با هم. اینم از این علی جان، من جوابی به اینها ندارم، یا باهاشون بحث و گفتگو نکن، بهشون بگو که اگر در وجودشون این شهامت و شجاعت و عرضه و وجود رو میبینن، چون توی وجودت هم باید وجود خودت رو ببینی، بیان با من صحبت کنن، رو اسکایپ صحبت کنن، مردم بیننده ها قضاوت کن. دیگه از این بهتر ما وقت به شما میدم 10 دقیقه ربع ساعت مهمان من باش، شما بیا صحبت کن، تبلیغ برای آقا رضا پهلوی کن. چی بگم، این همه تلویزیون های دیگه تبلیغ کردن، ایشون به جای نرسیده. شاید 10 دقیقه ربع ساعت تبلیغ در تلویزیون مردم به اصطلاح ایشون رو به جای برسون. و اما بلد نبودن فیسبوک و اینی که هی همدیگر رو تهدید میکنن. یه خانمی چند مدت پیش از کانادا برای من نوشته بود که آقا من میخوام آگهی بیزینسم رو تو تلویزیون مردم بذارم. بعد چند روز گفت نه آقا، با دوستان صحبت کردن گفتن این تلویزیون مال جمهوری اسلامی. گفتم دوستاتون درست می ولش کنیم دیگه. هری روز برای من نوشته آقای سوربی، از روزی که من با شما نوشتم و شما تو تلویزیونتون درباره من صحبت کردین، 1000 نفر به من گفتن که بیا با ما دوست شو. گفتم خب خیلی ساده، یا باشون دوست میشی رو فیسبوک یا میگی من شما رو نمیشناسم، تقی اگنور میکنی. میگه نه، شما بهشون بگو به من دوست نشن. میگم خانم شما بلد نیستی فیسبوکو. حالا کی بوده از این 1000 نفر یه دونش رو فرستاده؟ بعدم چی معلوم شده این خانم رفته برای آقای ضیاء آتابای نوشته آقای ضیاء آتابای من میخوام دوست شما باشم، آقای ضیاء آتابای هم تو مسیج یا مسیج به قول معروف براش فرستاده که خانم من بیشتر از 5000 نفر دارم، فعلا فیسبوک اجازه نمیده، بعدن بیان. بهش میگم خانم این کجاش کاری به من یا دوستای من داره؟ بعد این دوستان رو فیسبوک اسمش دوسته، از 100 تا دشمن بدترن. بعد میگی من بلاکشون میکنم. میگم خب بکنید، ما هم که همینو میگیم. بعد دیدم اصلا این خانم روانیه، گفتم بابا شما اونا رو ول کن، شما فعلا برو یه دکتر روانپزشک پیدا کن. دوستان یاد بگیرید تو رو خدا این چیزا رو استفاده. آقا من امروز یه دوستی نوشته شما تلگرام داری؟ گفتم دارم، ازش استفاده نمیکنم، بلد نیستم. ایشون گفت حالا اگه چیزه مال من شمارم اینه 98 ایران و فلسطین و فلان. رفتم میبینم نوشته 500 خورده نمیدونم چت، هر چی میزنم میبینم آرمان 4 روستایی 70 تا نمیدونم فل. اصلا نمیفهمم آقا، وقتی من نمیفهمم ازش استفاده نمیکنم. اگه روزی خواستم ازش استفاده کنم 1 ساعت 2 ساعت نیم ساعت وقت میذارم، یا اگه تنبل هستم از یه دوستی که اونو داره کار میکنه میپرسم. خدایش بهتون بگم نصف بیشتر اینایی که میگن ما داریم، وقتی ازش یه سوال میکنه میگه نه من اونو نمیدونم، موسیقی چجور دانلود میکنم، نه ویدیو چجور باش میکنم، نه اونو نمیدونم. میگم خب پس چه کار میکنی با این تلگرام؟ چه برتری این تلگرام با اینستاگرام با فیسبوک با کوفت با ایمیل با یاهو مسنجر داره که هممون هی ذوق زده میشیم آقا وایبر دارم، واتساپ دارم، تلگرام دارم، اینستاگرام. چند تا از این پروگرام هست؟ به کجا میخوایم برسیم با این سرعت؟ به کجا به کجا به این شتابه چی میگو؟ به کجا به این شعر خیلی قشنگیه ولی یادم رفت متاسفم. خب اینم از این ماجرا، بلد نبودن فیسبوک. من بلاک میکنم، من گزارش میکنم، اون گزارش کن. یادم میاد یه دفعه آقای سکویی میگفت که برای به مردم میگفت برای ما تکس فکس نفرستی، اگه فکس بفرستید من اینجا دستگاهی دارم که به FBI گزارشتون میده. من خندیدم بهش گفتم آقای سکویی خودت بذار جای اون مامور FBI، شما بهش زنگ میزنی میگه آقا مثلا یه شرکتی برای من فکس فرستاده. میگه خب چی گفته؟ میگه گفته خب بیا بلیت هوایی بخر. میگه خب نخر. میگه خب من نمیخوام فکس برام بیاد. میگه خب بهش بگو برای من فکس نفرسته. بعد بهش گفتم شما میگی من روز 40 دلار 50 دلار پول مرکب فکس میدم. عزیز من الان فکس و اینا اومده رو کامپیوتر، اصلا دیگه رفت، فکس مرد، فکس مال قرن 20 بود، ولی اومده رو کامپیوتر. شما نگاه میکنی هر کدومشو میخوای میندازی سطل آشغال، هر کدومشو لازم داری چاپ میکنی. در صورت ما برداشتمون از چیزا غلطه،
بلد نیستیم و چون بلد نیستیم برداشت بد میکنیم بر اساس برداشت بد که یک فاندیشن، یک زیربنای لرزانی هست، ساختمانای بلند میسازیم خراب میشه رو سرمون. اینم از این ماجرا. و اما کندی سنتر و ماز جبرانی رو گفتم. ماز جبرانی گفت من اگر یه روزی وقتی بچه بودم به یکی میگفتم که من دوست دارم برم کمدین بشم و یه روزی توی کندی سنتر برنامه اجرا کنم، اصلا هیچ کس باورش نمیشد. بعد خودش گفت خودم هم باورم نمیشد، ولی با تلاش و پشتکار الان میبینید که کندی سنتر برنامه گشتود که یکی از سالن‌های بزرگش و خیلی قشنگ و شیک و مرتب، و من واقعا بهشون تبریک میگم، هم به امیر کی، هم به امید سینگ، هم به باز جبرانی و هم به گروه کیوسک آقای آرش صبحانی و به اصطلاح هنرمندانی که باهاش همکاری میکنن. و ما وقتی که ما در رابطه با تور، در رابطه با کندی سنتر اینها آگهی کردیم و تماس گرفتیم باهاشون، اینها برای ما یه ایمیلی فرستادن، نوشتن که یک برنامه گذاشتیم قبل از این برنامه ماز جبرانی. به اینا چی میگن؟ اینجا پرفورمنس میگن، ایونت میگن. قبل از ایونت ماز جبرانی به نام تور در داخل کندی سنتر. تورم گردشه، حالا من نمیدونم تو ایران باز همه چیزا دیگه، بابا میدونیم دیگه، بیا اینجا تور ببینیم دیگه، میدونی یعنی چی. خلاصه ما گفتیم باشه میایم، ساعت 6 و نیم شروع میشه، میری 40 دقیقه میچرخی، به اتاقای مختلفو نشون میدن، در رابطه با کندی سنتر برات توضیح میدن، و بعدم ساعت 7:10 هپی آور توی اتاق راشا که یه اتاق بسیار قشنگ و گرونی بود، و گفت که شما جزو اولین مهمانای هستید که میای اینجا رو ویزیت میکنید، دیدن میکنید، مشروب مجانی، آبجو مجانی، آب، نوشابه، چیپس، نمیدونم. بعد من به خانمه گفتم که این چیزا چرا برداشتید، خراب بوده، یه سری ساسیج و بیکن و اینا بوده. گم نه، چون فکر کردیم ایرانی هستید و مسلمان هستید، اینا این ممکنه مال خوک باشه. گفتم خانم شما بذار اینجا، هر کی میخواد میخوره، هر کی نمیخواد نمیخوره. خودم هم یه چندش برشتم خوردم. در صورت میتونید به عنوان داوطلب در کندی سنتر ثبت نام کنید. اتفاقا یه خانم ایرانی بود به نام مهسا جاوید، خیلی دختر با استعداد، و این برای ما تور رو به فارسی میگفت، یه آقای دیگه بود به انگلیسی میگفت، یه خانم دیگه بود ترک بود، سیرین که همون شیرین قرار باشه مصاحبه داشته باشیم، و مسئول همه اینا هم یه خانمی بود فکر کنم از روسیه بود به نام بروک. و قبلا من توی برنامه گفته بودم که این برنامه هپی آور توی اتاق آفریقا هست، ولی چون این مسئولش بعدن خانمی بود که از راشا بود، گذاشته بود توی اتاق روسیه که خیلی هم اتاق قشنگتر و روشنتر و نوتر و تمیزتر بود. مثلا یکی از لوستر میگن، یا لوستر، شندلیه میگن، یا چلچراغ، یکی از اینا مثلا یه تن خورده بود. در صورت برید ببینید. و یه چیزی براتون بگم دوستان، تفاوت آمریکا و کشورهای دیگه اینه که موقعی که کندی سنتر رو ساختن، اون کسی که به خاطر جان اف کندی، اصلا اسمش رو به خاطر همین گذاشتن کندی سنتر، خب یه جای قشنگی، همه سنگای مرمر و اینا از ایتالیا و این برور، و فکر کردن که ما یه جایی رو نسازیم که فقط پولدارا بتونن بیان، یه جایی رو بسازیم که هر کسی میخواد بتونه بیاد، پولاره بره بلیت بخره بره اون، و اونی هم که نداره بیاد اینجا هنرنمایی مجانی نگاه کنه. یادش بخیر این آقای شهریار صالحی ایام عید که میشد یه برنامه‌ای در همین ملینیوم هال، در همین سالن کنسرت آزاد و مجانی میذاشت، و مردم ایرانی و افغانی و اینها میومدن. در اصل ایشون فوت شد و دیگه من نشنیدم ایرانی ها کسی این کارو کرده باشه. با آقای مجد، با آقای داوودیان اینها بگیم، تا هستید خب برید بزنید، استفاده کنید و مردم هم لذت ببرن، کشورهای دیگه هم باهاش آشنا بشن. روز جمعه که ما اونجا بودیم، یک خانمی داشت
اپرا اجرا میکرد اونجا، سوپرانو نمیدونم چی میخون، و اون کسایی که به ما راهنمایی کردن، همین خانم مهسا جاوید و اون خانم بروک، گفتن این خانم هم ایرانی هست و خیلی صدای قشنگی، تمام سالن و اینها. و برید روی کندی سنتر هر روز ساعت 6 بعد از ظهر مجانی، اون وقت محدودیت بلیط هم نداره، هر کی زودتر برسه میره میشینه اونجایی که دلش میخواد، اونجا که پر شد وای میسی. و این سالن گفت اگر این مانیومنت، اگر این میخ مانیومنت رو، چیز یاد بود، این ستون یاد بود رو، گفت اگر اینجوری بخوابونن رو زمین، این هنوز 70-80 فوت اضافتر داره، 40 فوت در 60 فوت نمیدونم در اینقدر طول و عرض و ارتفاع اینجا بود. جای اصلا برید ببینید، این یکی از جاهای دیدنی واشنگتنه، و واشنگتن بزرگترین حسنی که داره اینه موزه هاش مجانیه، جاهای دیدنش مجانیه. تنها جایی که من دیدم پول میگیره این موزه اسپیس میوزیومه، اینم برای پارکینگش پول میگیره، شما اگه با اتوبوس بری پول نمیگیره، ولی اگه برای با ماشین بری، اون وقتا $12 بود، الان ماشین $15. یعنی اگه با یه مینی ون بیای که 7 نفر داخلشه، 6 نفر، 4 نفر، 5 نفر، یه $15 میدی، ماشین تو پارک میکنی جای امن، میری داخل، چه چیزای قشنگی از آپولو گرفته تا اون شاتل و نمیدونم چالنجر و فلان، همه اینا رو میبینی. در صورت تا هستند و هستیم بریم ببینیم، معلوم نیست کی، کجا، کی، چه بمبی منفجر میکنه، اینا رو خراب میکنه و ماها رو از بین میبره. یادتونه که روز چهارشنبه بود یا پنجشنبه بود، جمعه، یه اتفاق افتاد درباره یه نفر که توی مصر و قبرس، به اصطلاح هواپیمای بین مصر و قبرس رفته بود، گفته بود که من یک کمربندی دارم، بمب بود منفجر میکنم، و نجات اینا رو گرفته بود، اونا رو گرفته بود، بعد معلوم شد این از دست همسر قبلیش ناراحت بود و اینها. دیروز یه عکسی رو چاپ کرده بودن که یه آقایی توی این هین و بینی که همه دنبال این بودن که چجوری از این هواپیما جان سالم به در ببرن قبل از اینکه این آقا این بمب رو منفجر کنه، این آقا رفته به این مرده گفته که من میتونم یه عکس با تو داشته باشم، و باهاش عکس گرفته، و این آقا هم معروف شد، میگن اونلی در توی آمریکا، ولی الان دیگه فقط محدود به آمریکا نیست و همه جای دنیا اینجوریه، یه دفعه بدون هیچ دلیلی یه نفر معروف میشه. خب تور کندی سنتر هر روز ساعت 6 برنامه مجانی، خانم مهسا جاوید، این بانوی جوانی که به مادرش هم اونجا بود تبریک گفتم، گفتم این خیلی قشنگ و اینها صحبت میکنه و ما به عنوان ایرانی لذت میبریم که این توی جامعه ما همچی افرادی هستن. و اما یک کتابی هست به نام نامه، این رو خانم مرجان ریاحی نوشتن، من خوندم چند ورقش و اینها رو، بعد با ایشون تماس گرفتم، گفتم اگر میشد که این رو به صورت کتاب گویا در می آوردید چقدر خوب بود، و ایشون گفت که یعنی همون برنامه تماس بگیرن و پیغام بذارن اینها، حالا ببینیم که چه خواهد شد. من این کتابو به شما نشون میدم، جالبه، روی اینترنت گذاشتن و واقعا این اینترنت عجب معجزه شد، معجزه قرن 20 بود دیگه، نه؟ بله، از اینجا براتون اینجوری کنیم، هم نمیدونیم اگه کامپیوتر از این وریه چرا این کتاب و اینا رو هم از این وری نمی کنن که صفحه های کاغذ و کامپیوتر و اینا همشون با هم ردیف بشن. نامه خانم مرجان ریاحی 42 صفحه است و ایشون نوشته که ترجمه همه یا قسمتی از این اثر به هر شیوه، تهیه نمایشنامه و فیلمنامه و یا اقتباس از آن بدون مجوز کتبی نویسنده ممنوع است. انتشار به صورت کاغذی ممنوع است. نگارش آبان 1378، موضوع داستان فارسی. پایینش نوشتن کتاب نخست از مجموعه کتاب‌های نقش جهان فروردین 1395.
یعنی این تازه چاپ شده یا هرچی، من نمیدونم این کتاب نخست منظورشون یعنی چاپ اوله، حالا قرار شده ایشون لطف کنن پیام بذارن با صدای خودشون چند صفحه از این رو برای من و شما بخونن و ما هم لذت ببریم. نوشتن خواننده گرامی، اگر کتاب در سبد خرید شما قرار دارد و اگر تمایل به حمایت مادی از این اثر را دارید، شماره کارت بانک تجارت به نام نویسنده در ایران. بذارید من اینو براتون بزرگتر کنم که حمایت از این نویسندگان اینها واقعا جای دوری نمیره. و شماره بانک تجارت گذاشتن، ایمیلشون رو گذاشتن، marjanriahi.stories@gmail.com. من اگه جاییشون بودم این استوریز و اینا رو برمی‌داشتم با شماره عوض می‌کردم، یا اگر مستقیم به اسم خودم تنها جیمیل اویلیبل بود می‌گرفتم، چون این استوریز آی او ای او اس و اینا دستت می‌خوره این ور و عوضی می‌نیسی در هر صورت. بعد نوشتن که در پیپل هم برای فارسی زبانان خارج از کشور حمایت شما را قبول میکنه. من بارها گفتم اونی که میخواد حمایت کنه پیدا میکنه. اگه ما زیر سنگم خودمون رو قایم کنیم، خانم مرجان ریاهی یابنده جوینده میشه. ولی اونی هم که نمیخواد پیدا کنه، شما اگر لقمه رو حتی بجوی بذاری تو دهنش باز میگه که یه ایرادی میگیره. گفتم اون روز یه نفر با من تماس گرفته بود که من آقا چنینم و چنانم و چیزای اداری اینجوری و چنان نمیدونم چیزای بانکی اونجوری، بعد میگه که من الان دو روز میخواستم یه مبلغی به تلویزیون مردم کمک کنم نمیتونم. گفتم آخه قربونت برم، من قسم حضرت عباس رو باور کنم یا دم خروس، شما میگید اینقدر از تکنولوژی و اینها میدونید که میخواین بیان به دیگران درس بدید، اون وقت خودت نمیتونی یه مبلغی رو از طریق پیپل ارسال کنی؟ برو آقا، برو دنبال کارت. بعد این داستان رو من نخونم، من فقط یه پاراگرافش رو میخونم. حالا که همه چیز را با آتش کشیدم، حالا که دارد از همه چیز عقم میگیرد، حتی از خودم، حالا که به آخر خط رسیدم، نیاز دارم برای تو بنویسم. فکر نمی کنم هنوز از این ماجراها خبری به گوش تو رسیده باشد. تو همیشه از همه چیز کمی فاصله داری، همه چیز را که نوشتم شاید تو هم عقد بگیرد. اگرچه همه آنچه که در دل دارم نوشتنی نیست. من ازشون پرسیدم که میدونم شما در شهرهای مختلف جایزه گرفتید و اینها، و ولی نفهمیدم شما اهل کجا هستید. ایشون نوشته بود که در صفحه آخر 42، اگر اینجا دوستان نگاه کنید، عکس این خانم دوستان، باز همون ماجرا، کسی که میاد عکسشو میذاره، اسمشو میذاره، چیزاشو مینویسه، با کسایی که خودشون رو از شما قایم میکنن. ببینید اینا چرا آزادانه میان، اونا چرا میرن مخفی میشن. حتما یک کاسه زیر نیم کاسه است. مرجان ریاهی متولد 7 مرداد 1349 در اصفهان، دانش آموخته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران، فیلمنامه نویسی حرفه‌ای از مراکز آموزش فیلمسازی و ادبیات نمایشی از دانشگاه تربیت مدرس است. او نخستین داستانش را در 8 سالگی و نخستین داستان بلند را در 10 سالگی نوشت. تا کنون 7 عنوان کتاب در ایران منتشر کرده، فیلم های کوتاه تجربی ساخته و نمایشنامه های متعددی نوشته و گاهی نیز آنها را کارگردانی کرده است. این نمایشنامه ها برخی اجرای صحنه و برخی نیز اجرای رادیویی داشتند. از مهمترین ساخت های او در زمینه فیلم کوتاه می توان به عشق در پس کوچه ها، زندگی در زنده رود و دعای باران اشاره کرد. حالا اینجا هم اسامی کتاباشون هست این پایین. اگر ایشون لطف کرد و پیام گذاشت و ما تونستیم اون قسمتی که ایشون میخونه مال این کتاب، بعد ما براتون به اصطلاح پخش میکنیم. بذارید من اینجا بنویسم خانم مرجان ریاهی، این هم از این بابت ممنون. کتاب نامه مرجان ریاهی. من خودم طرفدار و عاشق کتابهای گویا هستم. خب و اما مبارزه کردن دوستان از پشت کامپیوتر یا جلوی کامپیوتر، چون میگم همیشه ما اینو اشتباه میگیم، به جایی که بگیم جلو دوربین نشستیم میگیم منی که اینجا پشت دوربین نشستم، به جایی که بگیم جلو کامپیوتر نشستیم
میگیم ما پشت کامپیوتر نشستیم، نمیدونم جلوش کجاست، پشتش کجاست، خلاصه. و این دوستمون که راجع به حزب آباد ایران میگفت، گفت خب آقای صوبی شما خودت چه کار کردی؟ گفتم من اقلا اگر کاری نمی کنم مردم رو گمراه نمی کنم. گاهی وقتا کاری انجام ندی خیلی بهتر از اینی که کار غلطی انجام بدی یا به دروغ به مردم بگی که من دارم این کار انجام میدم و مردم رو برداری ببری توی کوچه پس کوچه ها. و اگر شما واقعا میخواین کاری از پیش ببرید، باید بلند شید برید ایران. و الا اگر خمینی و دیگران هم نشسته بودن تو پاریس و توی عراق و برای این و اون نسخه میپیچیدن، هیچ وقت انقلاب نمیشد. و اینم از این ماجرا. و اما خانم مهسا پایسته از نیاک یک آگهی رو فرستادن در رابطه با داکیو نایت. میدونید که اینها داکیومنت و نایت رو قاطی کردن و ازش یک کلمه ساختن به نام داکیو نایت. فیلم هایی رو نشون میدن، برنامه بسیار جالبی هست در یه جایی که اسم رستورانه هست باس باین پویت، خیلی ارزون و خوب میتونید برید ببینید اینها. و این بار نوشتن که please join us for dialogue throughout Wednesday. بله، April 6 امروز دوشنبه است. نوشتن چهارشنبه بیاین با ما باشید و در رابطه با هنر صحبت کنیم. میبینید که عکس ها و نقاشی های هم هست. و نوشته که دیالوگ یعنی گفتگو، مونولوگ یعنی یه نفر فقط تنها صحبت میکنه. و نوشتن ششم آپریل ساعت 6 بعد از ظهر، Boss Boys and Poets، آدرسش هست 235 Carroll Street Northwest Washington DC، زیپ کدش هم هست 20012. آدرس و اینها رو هم دادن، شما میتونید روی نیاک برید نگاه کنید. و اگر سوالی هم در این رابطه داشتید تماس بگیرید، اگر مشکلی داشتید من تا اونجایی که بتونم کمک میکنم، یا این اصل ایمیل رو براتون میفرستم. یادتونه که اون وقتا مخصوصا ایام عید و اینها انشای چیزی میگفتن، یا وقتی برمیگشتیم مدرسه حالا خسته از تعطیلات و اینها بهمون میگفتن انشا بنویسید. و اینجا نوشته که میدانید در ابتدای هر سال رهبر انقلاب اسلامی در پیامی اهداف و برنامه های کشور را مشخص میکنه. به سخنان رهبر عزیزمان گوش کن و بنویس سال 1395 را با چه عنوانی نامگذاری کردند. این دانش آموزم نوشته سال اقدام و عمل، یعنی هر کسی میخواد دماغشو عمل کنه امسال اقدام کنه. اینم بسیار عالی و واقعا هم درست گفته بود. و اما بدهکاری آمریکا، این دوست خوبمون آقای علی شیرازی یه نوشته ای رو برای من فرستاده که مال 1392 هست، مال دو سال پیش، یک شنبه 15 اردیبهشت 1392، سه سال پیش، چون الان 95 ایم توی ایران. و نوشته آمریکا به چه کشورهایی بدهکار هست. بعد نوشته همشهری آنلاین نوشت سیمور دورس سرمایه گذار نیویورکی در سال 1989 در حدود 120 هزار دلار را صرف بنای ساعت بدهی ملی در میدان تایمز کرد تا به کمک آن بتوانند میزان دقیق پولی که آمریکا برای پرداخت هزینه هایش از دیگران قرض کرده را تحت نظر داشته باشد. بر اساس گزارش هواستان کورد یعنی چیز در سال 2008، این ساعت برای نمایش دادن بدهی 10 تریلیون دلاری آمریکا دیگر عددی نداشت، رقمی نداشت. در سال 2013 این ساعت که اکنون برای نمایش دادن آن بیش از 1 کوادریلیون دلار ارتقا یافته است، 16 ممیز، این دوستان به فارسی هم وقتی می‌نویسن به جای ممیز نقطه می‌ذارن، غلطه، 16.43% تریلیون دلار بدهی را برای ایالاتی که می‌دونی الان بیش از 19 تریلیونه. و آقای افشار هم در این مورد صحبت. بعد ایشون برای من نوشت که آقای حسیبی رفته تو تلویزیون شهرام همایون
اونجا صحبت کرده. نظر درباره حسیبی چیه؟ گفتم حسیبی یک کلاشه و ایشون نمیخواد راجع به بدهکاری های آمریکا صحبت کنه، بیاد راجع به بدهکاریاش به من و تلویزیون های دیگه صحبت کنه. گفت نظرت راجع به شهرام همایون چیه؟ گفتم شهرام همایون یک تلویزیون دار موفقه که در جامعه ایرانی تونسته و یاد گرفته چجوری از مردم ایران پول بگیره، از بیننده ایرانی، و ما موفق نبودیم. اینو باید آدم خودش اقرار کنه. نه اقرار میشه دجورید، اقرار یعنی بیان کردن و گفتن. در صورت اینم از این و ممنون از علی عزیز. ولی دیگه آمریکا تا حالا چندین بار توی صحبتاشون گفتن همونجوری با خنده هم گفتن همونجوری که مردم بدهکاریاشون رو به بانک نمیدن و هر از چند سالی ورشکستگی اعلام میکنن، که البته همه مردم اگه اینجور بودن بانک ها میرفتن بیرون، گفته که ما آمریکا منظورش، ما هم همین کار رو میکنیم و بزرگترین طلبکارشون چینا هست و گفتن که بعد یه مدتی به چینا میگیم نداریم، حالا اگه میخوای این چیزای آشغال تو ما دیگه نمیخریم، چیکار میخوای کنیم؟ میخوای بری تو دریا باید بفرستی ما ازش استفاده کنیم؟ در صورت گفتم خیلی نگران نباش، حتی در فارسی نگاه کردم دیدم این گلخاری یا سوسنی یا بنفش، این رنگه با رنگ پیرن من امروز یکی، توی فارسی هم یک ضرب المثل بدی داشتیم که میگفتم جون رو خدا میگیره فلانچی رو طلبکار. گفتم اینم از این خیلی نگران نباش، اینقدر نگرانی های دیگه داریم که فعلا لازم نیست نگران اون باشیم. اینم از این. نظر شما در رابطه با این مبارزان کامپیوتری چیه؟ مثلا این دوستمون نشود آقا من مبارزه میکنم، میگم آقا شما مبارزه چی کار میکنی؟ صبح بلند میشی کافی میذاری درست بشه، میای کامپیوترتو نگاه میکنی ببینی کی بهت فوش داده فوشش بدی، کی گو قربون صدقت گرفته. مثلا من یه عکسای رو فیسبوک میبینم آدم حالش به هم میخوره، بعد طرف نوشته قربون قیافت برم که همیشه خوشگل بودی یا هستی. میگم اوکی اینم از و میگم چه مبارزه کردی؟ میگه خب همین که من اینو تو نشر میکنم این، و میگم فکر میکنی برای کی نشرش میکنی؟ کجا این رو منتشر میکنی؟ برای یه عده مثل خودت که نشستن پشت کامپیوتر. اگه تونستی اون وقتا باز ضرب المثله که میگی یک مرد جنگی، یک سرباز جنگی به از هزار تا آدم علاف. خب اینم از این کتاب خانم مرجان ریایی رو گفتیم. این نوشته های کاغذیمون برن کنار، سه تا کاغذ دیگه اینجا داریم اینا بمونن، بیایم سراغ پرونده و پوشه روزمون. Today The National Memo Breaking News Supreme Court. بله گفته که Supreme Court Upholds One Man One Vote. میدونی که توی آمریکا یک شعاری هست که هر یه نفر، اینجا وقتی میگن وان من منظورش مرد نیست، تو آلمانی هم یادم من کنزاگن آدم میتونه بگه، منظورشون آدم انسان نفره شخصه. وان من وان ووت، یک نفر یک انسان یک آدم میتونه یه رأی داشته باشه. اینو هر کی اون موقع گفته و اینها ندیده روزهایی رو که خود اینها میگن الان وایت هاوس فور سیل، یعنی کاخ سفید به فروش میرسد. برای به کی به فروش میرسد؟ به اونایی که پول بیشتری خرج میکنن در انتخابات. این هم از این. یک ایمیلی رو آقای تیمسار آریانپور فرستادن حدود 20 ساعت قبل دیروز و حقیقتا رابطهش رو من نفهمیدم، چون اول فکر کردم شاید این اون موقع از سال سالگرد اون برنامه‌ای که اتفاق افتاد و حمله موشکی نیروهای آمریکایی تو خلیج فارس به یک هواپیمای مسافر برای ایران، ولی دیدم اون در تیر ماه اتفاق افتاده. حالا ایشون نوشته که دوستان گرامی لطفاً پیوست ها را نیز مطالعه کنید. آها پرواز شماره 655 ایران ایر، بذارید من ایران بهتون نشون بدم یا یکم نوشته رو بزرگتر کنم اینجوری بهتره. بله خب بیایم اینجا و این 4 و 3 بله اینجوری اینا رو هم خاموش کنیم بریم روی این دوربین شماره 2.
پرواز شماره 655 ایران ایر، تاریخ 12 تیر ماه. من این اول خوندم 12 فروردین، این بود که فکر کردم سال روزشه، ولی یادمه که اون تو تابستون بود. 12 تیر ماه 1367 برابر با 3 ژوئیه 1988 در زمان ریگان این اتفاق افتاد. بازماندگان هیچ کس. نوع هواپیما ایرباس A300B2-200. مبدأ فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران ایران. آخرین توقفگاه بین راه فرودگاه بین المللی بندرعباس ایران. مقصد فرودگاه بین المللی دبی امارات متحده عربی. پرواز مسافر برای شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران، ایران ایر، با شناسه IR655 از تهران به مقصد دبی در تاریخ 12 تیر 1367 برابر با 3 ژوئیه 1988 میلادی پس از توقف بین راهی در بندرعباس به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک موشک هدایت شونده از ناو USS وینسنت متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین آن که شامل 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک بودند جان باختند. این جنایت از نظر میزان تلفات انسانی 7th جنایت مرگبار هوایی تاریخ است. دولت آمریکا مبلغ 55 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و همچنین 40 میلیون دلار برای خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافرپری پرداخت کرد. این مبالغ به صورت بلاعوض و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخت شد. آمریکا هرگز عذرخواهی نکرد و هیچ کدام از خدمه ناو وینسنت تحت پیگرد قرار نگرفتند. حتی ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی آمریکا در پایان خدمت خود مدال شجاعت هم گرفت. در زمان وقوع این حادثه رئیس جمهوران ایران و آمریکا به ترتیب آیت الله سیدعلی خامنه ای و رونالد ریگان بودند. هواپیمایی ایران ایر تا دی ماه 1390 همچنان از شمار پرواز 655 برای هواپیمای تهران به دبی استفاده میکرد. با آغاز جنگ ایران عراق در سال 1159-1980 میلادی این دو کشور دست به حمله علیه نفتکش‌های تجاری. در صورت ایشون چون گفته پیوست‌هایی هم داره، من الان امروز به اون صورت وقت ندارم، شاید با خود ایشون صحبت کنیم در این رابطه توضیح بدن. ولی سوال بزرگی که برای من و شما پیش میاد، از خودمون سوال کنیم. ما که قبول داریم آمریکا سوپر پاور، بزرگترین قدرت نظامی دنیا رو روی زمین، در هوا و در آبها داره، آیا شما باور میکنید که با این همه وسایل و تجهیزات اینا تفاوت یک جت جنگنده با یک هواپیمای مسافربری رو ندونن، نفهمن اندازش، ارتفاعی که اینها پرواز میکنن، سرعتی که میرن؟ فقط ببینید که اینها وقتی میخوان دروغ بگن هیچ دست کمی از آخوندها نداشته و ندارن و خیلی شما فکر نکنید که اینها بهترین ها بوده و هستن. و اما یه عکسی بهتون نشون میدم، این خیلی جالبه، دلخراشه، ولی ای کاش آدم وقتی این عکس ها رو میبینه همینجوری بی تفاوت نگذره و نره. بله، این عکس، یا میخوام من قسمت عکسش رو بهتون نشون بدم چون ممکنه به اون دختر کوچولویی که اون پایین هست شما دقت نکرده باشید، با وجود که یک پیکان یا یک فلش زدن. تفاوت پیکان چیه؟ پیکان همون فلش میشه، پیکان به فارسی دیگه. نه ببینید، این پیکان فلش، این دختر کوچولو اینجوری به این جاپا داده که این بره توی این، اینجا میگن بین کنستر، هم دارم توی این چیزای آشغال، میگه کشتی نساز ای نو، طوفان نخواهد آمد بر شور زار دلها، باران نخواهد آمد، شاید به شعر تلخم خورده بگیری اما جایی که سفر خالی است ایمان نخواهد آمد.
اون وقت هم میگفتن آدم های گرسنه ایمان ندارن. حالا ببینید اون از اینم باز جالبتر، این مادره که این تشت و این ظرف و اینها رو سرش داره میبره، و اینم اینم دولت مستضعفان در ایران، اینم همشون دروغ میگن. اگر اینها دروغ نمیگفتن، همون شاه هم اگر دروغ نمیگفت، خب مگه مردم مرض داشتن؟ دروغ که میگن اشکال پیش میاد. حالا اونو شما دیدید، و اما بیاین اینجا مدرسه علمیه آیت الله خانساری، یکی از مجللترین، بذارید من همین عکس رو باز بهتون نشون بدم. خب دوستان تابستون داره میاد، یه چند نفر هی نوشتن که ما میخوایم با شما همکاری کنیم. میگم خب بابا جون میخواین همکاری کنید، باید بگید چی کار میخواین انجام بدید. شما هم مثل رضا پهلوی وایسادید که شاه بشید، یا حاضرید بیاید یه جایی کار کنید، خبرنگاری کنید، مارکتینگ کنید؟ شغلتون شما باید بگید من چه کار بلدم اگه میخواین همکاری کنید. اینی که حالا گفتم همکاری، اینه که من یک عکسی رو که میخوام نشون بدم، اگه یه نفر اینجا نشسته باشه، من تا صحبت میکنم ما هم داد میزنیم مثل تلویزیون دیگه، مهندس عکس شماره 12 رو نشون بده. او نه، اون عکس لختی رو نمیگم، اون مال ایمیل خودمه، عکس مسجد رو نشون بده. اینجوری مدرسه علمیه آیت الله خانساری، یکی از مجللترین مدارس حوزه علمیه در ایران، در بلوار جمهوری شهر قم جنب مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. من برای این دوستم نوشتم که خب حتما فردا هم اینا که رفتن، بچه های اینا میان میگن نگاه کنید پدران ما برای شما چه مدرسه ای ساختن، پس بگید به به و چه چه، همونجوری که آقای رضا شاه تهران دانشگاه ساخته، شاه نمیدونم فلان ساختمون رو ساخته، ریلا را آهن ساختن و الی آخر. این مدرسه رو دوستان میبینید پشت چند طبقه و اینها، میبینید چلچراغ و اصلا اون پایین مثل رستورانه، حالا این سالن ناهارخوریشونه چیه، حوض و چلچراغ و چندین طبقه. ولی جالبتر اینه، بعد اینم بیرونشه، و اینک دیگر مدارس مجلل ایران زمین رو هم ببینید، نگاه کنید دوستان، اینم وضعیت بچه ها و این عکس ها، بچه ها با روسری هستن، نشون میده که همین مال زمان جمهوری اسلامیه، کسی نمیتونه بگه قدیمی و فلانه. و این هم بچه ها تو خاک و گل، تازه نوشته دبستان امام. خب این خجالت نداره برای شما که اگه امام رو دوست دارید دبستان امامش این باشه دوستان؟ این دیوارش، این داخلش تاریک، این بچه ها تو گل و اینها، اینم بخاریش. از این بهتر تازه بیا پایین نگاه کن، اینها مثل قرنای، مثل هنوز حیوانات بعضی وقتا تو این چیزا زندگی میکنن، تو این نسل بهش میگن. یا ببینید این مال خبرگزاری مهرم هست، مال خودش، یعنی مال ایران. اینم بچه ها، اینم معلم، که من اینو متوجه نمیشم این دره چیه، چجوریه، وسط بیابونه، کجاست، این چیه؟ خب این درخته، این در دیوار یه جوریه به نظر، نمیدونم. در صورت اینم بچه ها، حالا یکی بیاد بگه چه باید کرد، هی نگید که من فرستادم برای دیگران. خب منم الان به نشون دادم به اینا، چه فایده ای اگه یه نفر نیاد بگه آقا من یه مدرسه ای میسازم، من یه کاری انجام میدم؟ هیچ، به اونم فوش بده، چه فایده ده؟ خب میدونید که همه به یه جورایی، ضمن این که داریم از کامپیوتر و تلویزیون و وسایلش استفاده میکنیم، یه جورایی هم هی نق میزنیم که اینها زندگی ما رو خراب کردن، اینها اینجوری کردن، اونجوری کردن. و یکی از اونها هم خود من هستن. اینجا یک پسری رو نشون میده که با یه توپ فوتبال آمده وسط زمین یه پارکی، و بالاش نوشته که کسی میخواد بازی کنه، ولی میبینید که همه سر در گریبانن، همه سر در تلفن و آیفون و آیپاد و اینها. و اینجا میگه فیسبوک is the window to the world، میگه که بله فیسبوک دریچه هست به دنیا، ولی شما کجا نشستی؟ شما نشستی توی زندان، از توی این، مثل این چیزای مال زیردریایی هست، دنیا رو میبینی، بله آزادی ها رو میبینی، رنگ ها رو میبینی، قشنگی ها رو میبینی، ولی شما کجا هستی؟ امیدواریم یه روزی
هر کدوممون خودمون رو از این زندانی که خودمون درست کردیم آزاد کنیم. بعد این عکس خیلی جالبه، میدونید که الان توی بعضی از شهرها غیر قانونیش کردن که کسی در حال راه رفتن تکست هم بفرسته، چون میخورن به دیوار، میخورن به ماشینا، تصادف میکنن، میفتن تو حوض آب، میفتن تو سوراخایی که چاه این ورور هست. این میگه که مردم با وجود که نابینا نیستن ولی نگاه کنید همشون از اینا بهشون نمیشه بگی عصا، این از این چوبای راهنمایی هست که افراد نابینا میکشن رو زمین که ببینن کجا دارن میرن، بفهمن کجا دارن میرن، ارتفاعش چقدر، سکوی پله‌ای هست. میگه crossing the road، میگه از خیابون رد شدن، از جاده رد شدن اینجوری باید بشه چون مشغول اون هستن. و اینم فیسبوک، این لایکایی که میزنیم، اون روز بهتون گفتم یه نفر آمده بود گفته بود که بمیرم، شما نوشتی ساعت 2 بعد از ظهر برنامه دارم، هیچ کس لایک نزده. گفتم آخه این لایک یعنی چی؟ خب من برنامه دارم، به اونام گفتم آقا ساعت 2 بعد از ظهر، خانم 2 بعد از ظهر یا میاد نگاه میکنه یا نمیکنه. در اصل این لایک و اینا بی‌معنی بود، حالا اومدن معنی دارترش کردن، قلبی گذاشتن، اخ میگذاشتن، خنده‌ای گذاشتن، ولی بازم معنی نداره و نمیده. بعد برش نوشتم که میخوای من عکس باسن کارداشیان بذارم و 7000 نفر بیان نگاه کنن؟ البته به جای اون، این در رابطه با رضا پهلوی هم که نوشتیم و آقای صد، هزاران نفر رفتن نگاه کردن. میدونید که این ظرف خوراک سگه. بعد این کلمه ایگو، این ایگو اون به اصطلاح مثل یکم خودخواهی و خودبزرگبینی و اینها هست. بعد میگه این لایک ها رو وقتی میریزی توی، حقیقتا اینها خوراک اون بزرگبینیتون میشه. خیلی این عکس قشنگیه، ای کاش من اینو زودتر داشتم برای اون خانم یا آقایی که معمولا اینا هم اسماشون قلابی و اینا هست میفرستادم. و اما لایکهولیک، میدونید اینجا مثلا میگن الکهولیک یعنی آدمای الکلی، یا میگن ورکهالی یعنی اینایی که خیلی کار میکنن به زندگیشون نمیرسن. این میگه این لایکهالی که اینا علامتای لایک. این آقا ببینید از اینجا خون داره میده به کامپیوترش و فیسبوک، از توی هوا به اصطلاح براش لایک و اینها بیاد و میبینید همه جا ریخته. خلاصه این خیلی قشنگ بود، هر کسی اینا رو کشیده، جالبه. این میگه کنار دریام که میرن، وقتی هم میخوابن اونجا که آفتاب بگیرن، مدرن تن، این همه آفتاب گرفتن، میگه مدرنش اینجوری شده. نگاه کنید اینا چون دستش، این آقای دوتا دستش جلویش بوده که بتونه، البته یه باید یکم بالاتر میکشید، بتونه تلفنش رو بخونه و ایمیلاش و اینها، ببینید همه جاشون سیاه شده، تن گرفتن، ولی اینجا اینجوریه. این یکی هم به همین صورت جای رنگ پوست بدنشون رو حفظ کرده. و این میگه که stranger on the subway، میگه که اگر همه داشته باشن این کار رو انجام بدن، وقتی شما تلفن یا آیپد و اینا رو استفاده نمی کنی، به نظر میرسه اونجا چی میگفتن، نخود توی شل زرد یا هم چیزی، یا غریبه میای. و اینجا هم نوشته که یا چه، این هم نوشته ها و اینها رو دیگه قشنگ پیچ و میخ و مهره زدن. اینم برای خانم ریاهی، خانم ریاهی دوستان دیگه، من بارها بهتون گفتم، ضمناً من منتظر آقای یزدان خدا بندلو بودم، ولی ایشون گفت که چون مایل هست اول حمایت کنه و به اصطلاح یک مبلغی رو بابت برنامه هاش بده، گفت من اول از طریق بانک ارسال میکنم، وقتی رسید اون برنامه ها رو میذاریم. ای کاش ما 10 نفر مثل ایشون در جامعه ایرانی داشتیم. و دوستان این ماجرای کتاب هست، کتاب ها رو دیگه مثل تابوت قشنگ با میخ و پرچ و چکش میزنن و میبندن. و این هم میگه که آیلندز یعنی جزیره ها اینجوری شده، هر کسی تک تک و از تلفنش، از کامپیوترش، اینها عین این که توی جزیره برای خودش زندگی میکنه. حتما داستان هایی رو دیده بودید یا خونده بودید که یه نفر غرق شده کشتیشون و اینها، اندپ میکنه سرانجامش به یک ساحلی، به یک جزیره تنها، مدت ها میموند، ریش و پشم و زیاد میگرفت چجوری خوراک های نپخته و اینها بخوره، تا یا نجات پیدا میکرد یا به همونجا
عادت میکرد. و اما میگه فیسبوک a place for confession. Confession یعنی اقرار کردن به گناهان خودتون. میدونید که یه نوع دین مسیحی هست که فکر کنم کاتولیکا باشن، که شما میرید تو کلیسا، میرید یک اتاق، یک باکسی میشینی و توی اینم اون پدر روحانی میشینه که خودش سرشار از گناه. جالب اینه که میشینه به گناه شما گوش میده و در این مورد هم جوک های زیادی گفتن. این خیلی قشنگه. این عکس‌ها رو هر کدومش که من می‌بینم، اینا اون یکی از قبلی قشنگ‌تره. میگه درسته که شما میری اینجا اقرار می‌کنی و فکر می‌کنی بین خودت هست و پدر روحانی و خدا، ولی ببین فیسبوک می‌کنتش توی بلنگو و به همه میگه. پس دوستان مواظب باشید چی رو فیسبوک می‌ذارید، چی رو فیسبوک می‌نویسید. حتی اونایی که می‌خوان استخدام بشید، یادتون باشه این روزها اون کارفرماها وقتی میخوان شما رو استخدام کنن، اول میان رو فیسبوکتون نگاه میکنن ببینن اونجا با کیا دوستید، چی مینویسید و الی آخر. زامبی اینجا به این افرادی هستن که از قبر و اینا میان بیرون، گیجن، روح سرگردانن. کسی مثلا مشروب زیاد خورده بهش میگن زامبی، کسی که مواد زیاد کشیده باشه میگه زامبی. نمیدونم به ایرانی چی بگیم، ولی نوشته که سمارت فون زامبیز، یعنی اینها هم از موقعی که سمارت فون آمد به این روز افتادن. و اما کانت اسکیپ، ببینید اون دوستی که گفت مگه شما تلگرام ندارید، ببینید اینستاگرام، فیسبوک، این یکی دیگه نمیدونم چیه، و اینم توییتر، همینجوری اینا رو همش ببینید روی صلیبش شده همون سمارت فون، این پایه دارش، چوبه دارش، اعدامش، هرچی شده اون سمارت فون. و اینها هر کدام میخای هستن که این رو اینجا نگه میدارن تا اینقدر آفتاب بخوره تا بمیره. و اما باز اینجا میگه که این گاسپ یعنی غیبت، میگه شما با دوست غیبت میکنی ولی با توییتر این میره و تمام دنیا میفهمن. و اینجا هم روت، ریشه، این آقا از بس نشسته تلویزیون نگاه میکنه، ببینید که ریشهش رفته در ریشه در مبل. فریدون مشیری بود میگفت من اینجا ریشه در خاکم. برش پرسیدن که چرا از ایران نمیای بیرون، توضیح داده بود دیگه آدم ها اینجا ریشه در مبل گرفتن. و این هم میگه که بله 17 عکسش نشون نمیده، فعلا نوشته never alone، هرگز تنها نباشید. رومانتیک میل فور تو، میگه که این هم یک شام یا یک خوراک عاشقانه برای دو نفر. میبینید که گارسون و اینها اینجاست، ولی این دو نفری که با هم اومدن بیرون، دوتاشون دارن روی سلفوناشون، اسمارتفوناشون نگاه میکنن و صحبت میکنن. و این خیلی جالبه، دوستانی که فکر میکنن تلویزیون ها باید شما رو نجات بده و اینها، من یه بار دیگه هم این رو نشون دادم. میگه What's on TV tonight؟ امشب تلویزیون چی پخش میکنه؟ ببینید یه گاوی رو نشون داده، روزنامه هم اینجاست. حالا میدونید که گاوا وقتی گرسنه میشن کاغذ و روزنامه و اینا هم میخونن. حالا من نمیدونم منظور این اینه یا نه، ولی نشوندتش روی یک توالت یا کمد، اینجا به این چیزای توالت میگن کمد، و میبینید که حاصل یعنی مدفوع این میاد توی تلویزیون و خانواده هم نشسته نگاه میکنه. و اما میگه که بیفور سمارتفون، حالا میاد میگه قبل از اینکه سمارتفون بیاد ماها چجوری زندگی میکردیم. این چهار تا دوست با هم صحبت میکردن، میخندیدن، ولی الان نگاه کنید افتر سمارتفون، این پایین چهار تاشون دارن با تلفن هاشون با این و اون تماس میگیرن. و اما این میگه ای کینگ، ای منظور همه الکترونیکه، همه چی مثل ایمیل، یعنی نامه الکترونیکی. و میگه که این فکر میکنه که این کینگ هست، این پادشاهه، درست مثل شاه ما که فکر کرد شاه شاهان هست، حرفای گنده میزد، ولی نگاه کنی اونی که اونو میچرخوند حقیقتا اینه، اینه که به این میگه چه کار کن و آخرش هم این باید دلا بشه و زانو بزنه و الی آخر. هنوز میبینم متاسفانه تو فیسبوک و اینها طرف میذاره، حتی آقای بابک هروی متاسفانه بعضی وقتا میذاره ببینید شاه چی گفت.
آقا ای کاش خفه شده بود نمیگفت، ای کاش یک کسی چسب زده بود دم دهنش، ای کاش یه وزیر نفت شعور داشت میگه آقا من وزیر نفتم. کدوم وزیر نفتی میاد به کشورهای دیگه میگه ما نخرون بریم بالا؟ کدوم کسی میاد بگه شما ماشین رو گرون میکنین ما هم گرون میکنیم؟ ساکت باش، برو بگرد، برو عصباری کن، برو برای خودت مراسم 2500 ساله بذار. اون وقت شما نادان ها... ببخشید به بابک نمیگم بابک جون، خب وقتی این کارا میکنی میای جزء نادان ها، شماها هی میای میگین که این کارایی که کرد خوب بود، همه این اتفاقایی که افتاد به خاطر اون گندگویی ها. میدونید چرا به گندگویی میگن گندگوزی؟ برای که گندگویی اگه مدرک و اینا نداشته باشه، درست نداشت نباشه، پایه و اساس نداشته باشه، میشه گندگوزی. چی بگیم والا، از هر طرف میریم به شاه و شیخ میرسیم. خب و ببینیم، آها حالا ببینید پول چه کار میکنه دوستان. این کشورهایی که محجبه هستن و حجاب دارن و اینها، ببینید وقتی که به ماجرای پول میرسه و تبلیغات و اینها چه کار میکنه. من اینو کم کنم، البته چون تو یوتیوب ممکنه باز یقمونو بگیرن، ولی طبق قانون ما یه مقدارشو میتونیم نشون بدیم. البته اینا هم طبق قانون یقمونو میگیرن، بعد ما هم طبق قانون براشون باید بنویسیم بابا ما اونقدی که قانونی بوده نشون دادیم. خلاصه کلی طول میکشه. توی نوشته که توی هامبورگ این بازی فوتبالی که بوده، میدونید که قبلش فوتبالیستان میان یا اونایی که تبلیغ دارن یا موزیک میکنن میزنن اینها، ولی ببینید این بار این چیز هواپیمای امارات چه کار کرده. این خانم ها رو که هیچ کدومشون هم به نظر من قیافه اماراتی اینها ندارن، اینها فوتبالیستای اروپایی هستن، اینا رو آورده اینجوری میکنن بله از این در برید پایین از اون در برید پایین، روسری و شال و نمیدونم همه چی هم سرشونه. حالا ببینید اینها چقدر قشنگ فوتبال بازی میکنن، یعنی ببینید توپا رو آوردن. من اینو زود زود میبرم جلو که یوتیوب یقمونو نگیره. بله کفشای فوتبالی و اینها پاشون و بله بفرمایید، من شما دوتا هم نمیتونیم بزنیم یا اینجوری بک بپرونید پشت سرمون. پس شما امیدی هم نداشته باشید که این اروپایی ها بیان. اینا پول بهشون بده روسری هم سر میکنن، پول بهشون بده آدم هم میکشن، پول بهشون بده هر سازی شما بگی براتون میزنن. ممنونم از آقای رضا مرحمتی دوست نازنینمون که این رو فرستاده بود. و اما باز یک نوشته های این ور اون ور پخش میشه، مثلا این یکی نوشته آیا کاسترو چنین پیشبینی را کرده بود؟ ببینید دوستان این روزا متاسفانه همون جوری که مثلا نامه آقای شجریان آمد و پخش شد و تا یکی بخواست بگه آقا این نامه دروغیه، چندین هزار نفر خونده بودن، بعدی کسی حالا نبود که بفهمه این دروغه یا راسته. اینجا مثلا نوشته که کاسترو، فیدل کاسترو سال 1973 یعنی 27 سال اونجا، 42 سال قبل مثلا 15-16 سال اینجا، 43 سال قبل آمده گفته که آمریکا ویلکام، میگه آمریکا وقتی میاد با ما صحبت کنه که یک رئیس جمهور سیاه در کاخ سفید باشه و دنیا هم یک رهبر به اصطلاح پدر روحانی، اون پاپ اعظم لاتین. من برای دوستم نوشتم آقا این درست نیست به نظر من. اگر کاسترو چنین پیش بینی میتونست بکنه، میتونست پیش بینی کنه که بعضی کشور خودش بعد از 60 سال که با آمریکا در افتاد به این روز میافتاد که انگار زمان رو برای اینا متوقف کردن. بله بیشترین دکترا رو دارن، بیشترین با سوادا رو دارن، ولی همشون حسرت به دل آمریکا هستن. اگه این اینم مثل همون ببخشید گندگویای طرفداران پادشاهیه که میگن شاه میدونست، شاه میدونست در سال فلان چی میشود، اگه اینها میدونستن اینجوری. این مثل گندگویای مجاهدینه که بله مجاهدین میان از نمیدونم منابع فلان خبر میدن، اگه میدونستن میدونستن پشت در لیبرتی و اشرف چه اتفاق میفته. این مثل گندگویی آخونداست، بله ما از بهشت و جهنم خبر داریم ولی از همین امروز خبر ندارن که همشون جهنمی رو درست کردن برای مردم که اینجوری آقازاده ها دارن مردم رو نقره داغ میکنن. این همه پرش رو نمیدونم فلان اینا رو کی میخره کی میاره، برنامه آقای اجلالی نگاه کنید بهتون میگن. و اما ببینیم این چیه از 12 فروردین. آها من این رو با آقای
اوسانلو گفتم میخونم، ولی متاسفانه این دوستان اصلا به طولانی نوشتن عادت کردن و من نمیدونم چه جوری با چه دوایی میشه این رو بهشون ترک داد. میدونید برای هر چیزی یک دوایی هست، یک کاری هست، میری میخوابی بیمارستان، ترک سیگار میکنی، ترک اعتیاد میکنی، ترک الکل میکنی. نمیدونم، کاش که یه جایی یه مدرسه من باز کنم به این دوستانی که عادت کردن به بیهوده نوشتن، دراز نوشتن برای که نمره از 15 بالاتر انشا بگیرن، یاد بدیم کوتاه، مفید، مختصر، سویت اند شورت، شورت اند سویت بنویسن. از 12 فروردین 1395 صندوق رأی آزاد و دموکراتیک دقیقاً به عنوان صندوق رفراندوم در مقابل حکومت ولایت فقیه رسما به کارش ادامه میدهد. نگاه کنید دوستان، یعنی همین جمله اولی میگه که سوربی و رضا پهلوی و دیگرانی که اسم نوشتن بی خود بوده، ما اینا رو گذاشتیم سر کار. اونی که اومده اسم مامانش و اسم باباش و شماره شناسنامهش من داده بی خود بوده، ما میخوام این صندوق رو به عنوان صندوق رفراندوم استفاده کنیم. وقتی که میگم بذارید من اینجا بنویسم برای آقای اوسانلو، ساعت 3:10 اوسانلو، این تیکه ویدیو رو میفرستم آقای اوسانلو ببینه. وقتی که سوربی اون روز فریاد میزد میگه آقا شماها یکیتون از اون مرادخانی گرفته، از اون چهار روستایی گرفته، از دیگران گرفته، یکیتون نمیدونید چه کار میخواین بکنید، شما گفتی نه. حالا بفرما، اون که با اون همه اشکال درست شد، خب خدا پدر این سوربی بیامرزه که اومد اشکالاتون برطرف کرد. تازه حالا آمدید این صندوق قرار نبود صندوق رأی باشه، حالا شد صندوق رفراندوم. رفراندوم برای چی؟ شما هم مثل مصدق، مثل جمهوری اسلامی، مثل همه اینای دیگه حزب رستاخیز یا نه، فقط دو تا آپشن به مردم میدید، دو تا حق انتخاب میدید، یا میذارید 10 تا 15 تا، تازه یه دونه دیگه هم اضافه میذارید به عنوان دیگر، هر کسی میخواد اونجا بنویسه. فروردین روز رأی‌گیری غیر دموکراتیک در سال 1358 میباشد. 12 فروردین. ببینید دوستان، وقتی بهتون میگم فارسی که مینویسن، نگاه کنید این 12 اون بنده خدا وقتی نوشته اینجا بوده، اولش بوده، ولی حالا پریده رفته اینجا. 12 فروردین روز رأی‌گیری غیر دموکراتیک در سال 1358 میباشد. در فضای غیر آگاهانه و بسیار احساسی و پرشتاب و متعصبانه مردم را وادار کردند که به نظام ناشناخته جمهوری اسلامی رأی دهند. تنها سازمان چریکهای فدای خلق بود که با شجاعت در نشریه کار اعلام کرد که ما چون نمیدانیم جمهوری اسلامی چگونه حکومتی است، به آن رأی نمیدهیم. بقیه احزاب و گروه‌های غیر دینی و اسلامی هم تحت فشار حضور توده‌های مذهبی متعصب به دنبال روی دچار شدند. آخوندها و نظام جمهوری اسلامی بسیار حیله‌گرانه فضای ناروشنی از بیم و امید آفریدند، موفق شدند مردم را به دنبال خود بکشند. آنها از طریق عوامل هوشیار و نفوذی خود به گوش احزاب مترقی و دموکراتیک رسانده بودند که در پاریس یک قانون اساسی نوشته شده که کاملا دموکراتیک است و از روی قانون اساسی فرانسه و بلژیک نوشته شده که گویا نویسندگان این پیشنویس حسن عبیبی با کمک دکتر کاتوزیان و بنی سعد بوده است. من که آن موقع جوان 19 ساله‌ای بودم و مثل همه مردم عادی با علاقمندی تمام به دنبال این تغییرات در کشور بودم، این حرف ها را هم از سیاسیون معتبر و برخی از رهبران احزاب و هم از طریق نشریاتی که آن زمان منتشر می شد شنیدم. مثلا در یکی از جلسه ها، خلاصه براتون بگم، 2 صفحه توضیح میدن، باز شما نمی فهمی این صندوق می خواد چی کار انجام بده. و اما عباس میلانی، شاه و ریشای انقلاب، این را هم دوست خوبمون آقای علی شیرازی فرستاد و من نگاه کردم. ببینید آقا، این آقای عباس میلانی اولا خیلی صحبت راست راجع بهش، خودشم میگه که نمیدونم پارتی داشته چی بوده، وقتی که گرفت بودنش اینها، بعد میان براش قهوه میارن، براش شکلات میارن، براش حتی بهش میگه چیه، میگن میگه میخوام همسرم رو ببینن، همسر قبلیش رو میارن و اینها. و در رابطه با آزادی عباس میلانی از زندان مخوف شاه بحث های زیادی هست
که آقای عباس میلانی اون قسمت رو نمیگه پارتیش کی بوده. خب حالا آمده وقت گذاشته، کتابایی هم هست، ایشون محقق، دکتر عباس میلانی درس میده، پروفسوره و خونده و اینها. اوکی آقا، گیرم که شما آمدی واقعیت این اتفاق رو برای ما گفتی، فهمیدی، حالا چی کار کنی؟ این رو نمیگه. من به این دوستم گفتم این دیگه به نظر من آمده که ایشون هم برای خودش یه مغازه‌ای باز کرده، از این ور با آقای حسین مهری صحبت کنه، از اون ور با اون تلویزیون دیگه صحبت کنه و الی آخر. و اما موج احساسات مردم به قدری زیاد بود که همایون شجریان را به انتشار پیامی وادار کرد که در بخشی از آن آمده بود امترین و گرمترین جای دنیا. همین رو بهتون گفتم، بذارید من از روی خود این بهتون نشون بدم که آقای همایون شجریان، همین آقای شجریان، همایون هم با باباش اومده بود اینجا، ما دو بار سه بار دیدیمش، عکس گرفتیم و فلان اینها. ایشون هم اگر همایون شجریان نبود، پسر شجریان نبود، آقای مونتی فاطمی اینجوری مشهور نمیشد. دیگرانی داریم که خیلی از این نابغه تر، صداشون بهتر، خوبتر، چون ایشون کپی باباش رو میخونه. چه فایده؟ دوتا خواننده میخوایم چه کار؟ یکی بیاد مثلا عین بنان بخونه، یکی بیاد عین ابی بخونه، یکی بیاد عین داریوش بخونه، چه فایده؟ ولی اونایی که یونیک هستن، اونایی که تک هستن، ببینید وقتی حبیب آمد و اون شعر رو خوند، حبیب یه صدای نمونه بود. وقتی سولی آمد اون صدا نمونه بود. مازیار آمد، نمیدونم اون اومد، حتی این زیای بیچاره با این زنگوله ها و حسنی و شپش های جیبش و اینها، یه چیزی مال خودش بود. ولی همایون شجریان میاد اینجا، باباش این ورسن، اون ورسن میخونن، شما نمیفهمی کدومش داره میخونه. خب چیه؟ چه آموزش به این دادی؟ این هنر نداره، این آموزشش دادن صداش اینجوری شده. در صورت موج بلند موسیقی در نوروز 95 میاد اینجا، میگه که بله در میانه تعطیلات بود که خبر بازگشت علی رهبر اینا. و خیلی جالبه، مثلا میگه وزیر بهداشت گفته که ما داریم یه کارای میکنیم که آقای شجریان دوباره برگرده و بخونه و اینها. من نمیدونم وزیر بهداشت این بهش مربوطه، یا گفتن وزیر بهداشت گفته من اصلا در رابطه با شجریان چیزی نگفتم، اینها هم شایعه بوده. خلاصه دوستان، هم دولت شایعه پخش میکنه، هم من و شما شایعه پخش میکنیم، هم من و شما دوست داریم شایعه رو بشنویم و گوش کنیم و به دیگران هم منتقل کنیم. میخوام اینو بخونم براتون که آقای همایون شجریان هم نیم ساعت توضیح داده، ولی این آدامس میجوی ولی هیچی تو دلت نمیره. موج احساسات مردم به قدری زیاد بود که همایون شجریان را به انتشار پیامی وادار کرد که در بخشی از آن آمده بود امترین و گرمترین جای دنیا، همون جایی که دیگه نیاز به هیچ چیز و هیچ کس نداری، جایی که از هیچ چیز نمیترسی و بهت آرامش میده و عزیزت میداره، جایی که آخر هر تلاشی باید آرزو کنی اونجا باشی و وقتی اونجا بودی دیگه همه تلاشت را برای اون میکنی، جایی که قانونش فرا... ببین مزخرف، مزخرف دنبال نمره 16 انشا. آقا پدر عزیز من 15 سال مریضه، ما هم هممون میدونستیم ما آدمای روراستی نبودیم با طرفدارانمون، ما دروغ گفتیم، هی گفتیم انشالله گربه است، فردا خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه، حالا سرطان رسیده به یه حدی که دارن پرتو درمانی، شیمی درمانی و الی آخر میکنن. دوستان، تا روزی که هنرمندتون باهاتون روراست نباشه، تا روزی که مجری برنامه باهاتون روراست نباشه، تا روزی که صاحب یه وبسایتی باهاتون روراست نباشه، تا روزی که صاحب دور تیوی نیاد بگه آقا من کی هستم، پولم از کجا میاد، هدفم چیه، من و شما همین جوری درجا میزنیم و یه عده‌ای هم توی این فیسبوک ها که آقا ما داریم مبارزه میکنیم. اوکی، یک would like to invite you to help said Nayak. آها، یک نظرخواهی Nayak انجام داده، به نظر من این جالبه. مثلا اینجا میدونید که سروی یعنی همون نظرخواهی، آمار گرفتن و پرسش‌های عمومی میپرسن، شما جواب میدی. من اینا رو که پاسخ دادم هیچی، یه دو جاشم اشکال داره، میپره، قاطی میکنه. بهشون گفتم که Nayak هم مثل سازمان مجاهدین، مثل سازمان‌های دیگه، باید رادیو تلویزیون خودش رو داشته باشه، ارگان و صدای
خودش رو داشته باشه. اینها خیلی فعال هستن، ویدیوهای این ور اونور درست میکنن، ولی اونجوری که باید شاید نیست. و اما آقای بهمن بیگ هم که یکی از طرفداران پادشاهی است، ولی از همون ترسوهایی هست که جرئت نمیکنه اقلا زنگ بزنه با آقای رضا پهلوی بگه آقا من حاضرم با تو بیام، بلندشو بیا بریم، و تو آتلانتا داره حقوق میگیره و میگرده و میخوره، نوشته که هی میگن زمان شاه آزادی سیاسی نبود. میخوام بدونم این دانشجویان به اصطلاح روشن فکر، اینجوری هم نوشتن روشن فکر، دارن هویج و شلغم میفروشن؟ عکس دو تا دانشجویی که میبینید اینجا بی ام و 2002 پیکان، این خانما دارن روزنامه و مجله و اینها میفروشن، و این آقای بهمن بیگ و احمقهایی مثل ایشون نمیدونن که شما وقتی که فضای باز سیاسی میدی، حتی این کاره هم میاد انجام میشه، اینم اشتباهه. یعنی نه اونجوری که شما یه ملتی رو توی فشار نگه دار، نه یه دفعه اینو ولش کن. اگه شما مکانیکی بلد بودی، اگه شما یک فنری رو که میخوان در بیارن، این فنره رو میارن مهارش میکنن با سیم بوکسل، با زنجیر، با یه آچارای مخصوص، بعد اینو میارن بیرون، یواش یواش اینو باز میکنن. آقا والا بلا به شاهنشاه آریامهرتون قسم، خود بیچاره بدبخت خدا برگشته چی میگن؟ بخت برگشته گفت ما اشتباه کردیم، ما دیگه اشتباهاتمون رو تکرار نمی کنیم، به من اجازه بدید. این آقای فریدون هویدا، من دو یا سه بار باهاشون تلفنی صحبت کردم، گفت من وقتی داشتم میمدم اینجا، شاه گفت که ببین میشه به اینها بگی، شاهی که شما آقای بابک ارائه و دیگران میگید، ببین چجوری نشسته کوچل بارم برش کراواتم داره اینجوری میکنه، برای که جلسقه ضد گلوله تنش بوده، گهگاهی اینجاش سنگین میشده، هی میبردتش بالا، ببین چی کار میکنه. التماس میکنه به فریدون هویدا که آقا زامن ما بشو به اینا بگو که آقا شاه غلط کرده، شاه میخواد مثل فرناندو کیه مال اسپانیا بیاد بگه آقا ملت بیان رفراندوم. حالا باز شما بشین تو آتلانتا هی بگو شاه آزادی نداد. اگه شاه آزادی داد، شما میخوای بگی پس ملت خر بودن؟ اگه ملت خر بودن، این ملت کی خر شده بودن؟ 57 سال مگه شاه و باباش نبودن؟ پس شاه و باباش ملت خر پرورش دادن. آخه نمیخونه، شما هر چی بگید خودتون رو خراب میکنید. نگید، یه مدت خفه بشید، همونجور که سوربی میگه ای کاش پادشاهتون خفه شده بود، این سرطان خون زده بود، سرطان اینجاش حرف نمیزد، ای کاش یه سرطانی هم به دستتون بخوره شما خفه بشید، ننویسید، حرف نزنید. بعد دوستان میگن آقا چرا عصبانی میشی؟ بعد علی از ترکیه میگه آقا این دوستان، بابا به این دوستانتون بگو بابا الاغ، اگه 10 بار تا حالا بهش گفته بودیم آدم شد، والا چی میگم آدم شد، الاغ الاغ حیوان خوبیه، الاغ میگه از بس این بشر وحشیه، برای که من اذیت نکنه من حرفشو گوش میدم، میگه بار ببر بار میبرم، بار نبرم چوب بهم میزنه، تنبیه هم میکنه. برید ببینید آدم با این فیل و اینا چه کار میکنه، چه جوری اینا رو نمیدونم یه چیز تیزی مثل یخشکن میزنه تو سرشون و فلان. عجب موجوداتی هستی آقای بهمن بیگ، دوست نازنین، شما با این کاراتون فوش میسازید برای شاه، برای خانوادهش، اینا کمک نمیکنه. بیاین بگید اشتباه کردیم، بیاین بگید مثلا شما مدیر کل فلانجا بودید، ای کاش دوتا پیکان بدون نوبت نمی گرفتی که 4 تا ناراضی بشن، که 40 تا ناراضی بشن، بگید غلط کردید، مؤدبانه بگید اشتباه کردیم، عذر میخوان. گفت بابا پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. شما پیرم شدید پرهیزگار نشدید، چی بگیم دیگه؟ ببینیم چی گذاشتیم براتون. خب آها بله، این یه دوستی، حالا شاید نخواد اسمش رو بگیم، من اینو اول فکر کردم نوشته فتیه، ولی فاتح هست، فامیلش رو نمیگیم. جناب آقای سوربی، همانطور که میدانید ارتباط اینترنتی یک ارتباط جهانیست. خیلی ممنون که شما گفتید، نه من تا امروز نمیدونستم، من فکر کردم ارتباط اینترنتی یه ارتباط خانوادگیست. خب این چیه؟
شما ایمیلت رو با این شروع میکنی. همانطور که میدانید ارتباط اینترنتی یک ارتباط جهانی است و طبیعی است که کشورهای غیر دموکراتیک و دیکتاتوری روی این قبیل ارتباطات و تبادلات احساس اطلاعات حساس هستند. خب این که ما میدونیم. آقا چرا شما چیزایی که ما میدونیم به همون میگی که خسته و بورینگ بشه نامتون؟ یه چیز جدید بگو بفهم. و از طریق ادارات مربوطه مثل وزارت اطلاعات یا ارتباطات را کنترل کرده زیر ضربین میبرن و دفعات زیاد خوانده این شب هنگام به منزل طرف حمله کرده و ضمن دستگیری او تمام وسایلش را با خود بردن. خب تا اینجا شما میخوای به من چی بگی؟ آیا واقعا شما از این موضوع بی اطلاعید که انتظار دارید جوانان و دانشجویان عزیز ما از داخل کشور با اسم و رسم حقیقی وارد فیسبوک شوند؟ نه، من چیکارشون دارم؟ دارن برای خودشون اصلا یه صفحه باز کنن، بی نام و نشانها، بی هویتها، بدبختهایی که زیر دست دیکتاتورها کمر خم کرده هر کاری میخوان بکنن. بعد عکس میمون بذارید بنویس نمیدونم فلانی، عکس کوروش بذار بنویس حسن علی، هر چی دلت میخواد. به من چه؟ من چه کارم؟ خب بله، آیا واقعا شما از این انزا جوان واقعه فیسبوک شما غافلید از لبریز بودن زندان ها از هموطنانی که در این موارد بی احتیاطی کرده اند؟ باورم نمیشود. آقا شما واقعا راست میگی زندان ها پره؟ شما به همین دوستای بی نام و نشانت، حالا من عکس ای آقارم یا بهتون نشون بدم، همین دوستمون بذارید. این یه فیلمی بود اینجا، چی بود؟ آویتار، ویتار، یه چیز اینجوری. ایشون مثلا اون عکس رو گذاشته، حالا چون رو فیسبوکی لابد اسمش هم قلابی، وقتی خودش میگه ما از ایران هستیم و اینها، بذارید من براتون بیارم. بله ببینید، این دوست ما بوده که این نوشته، اواتار فکر کنم بود، یه فیلم از این چیزایی که بیا. خب فاتح خداداد، خب حالا میخوای شما چی کار کنی؟ شما اومدی تو فیسبوک عکس خودتو گذاشتی، این خانم یا آقای گوش دراز، اوکی، خب خوب شده، فعلا اومدی فیسبوک گوشت دراز شده مثل کاپیتان اسپان، عکس فضا و هوا و سیاره ها رو گذاشتی. حالا میایم اینجا، اولا چند تا دوست داری؟ نوشته 42 دوست داری، اوکی، 42 دوست، بفهم. بعدم هی عکس فضا، عکس آسمون، عکس ستاره، عکس فلان، اینا من نمیدونم، این فاتح خداداد، این عکس خود شماست، عکس مادرتونه، عکس خواهرتونه، ما کاری نداریم، به ما چه؟ میخوام بگم خب شما چی مثلا هدفت از این فیسبوک که آمدی، حالا فکر میکنی داری مبارزه هم میکنی؟ بله، این فاتح خداداد نوشته، این عکس گذاشته، بعد نوشته شهلا عظیمی. من نمیفهمم این فیسبوک بعضی وقتا وقتی شیر میکنه. خب بیا دوست، این صفحه فیسبوک این دوست ما که میخواد در فضای اینترنتی که در جهان هست و جهان رو تبدیل کرده به یک دهکده، ایشون مبارزه کنه با آخوندها، با این اسمش که معلوم نیست، عکسش هم که معلوم نیست، نوشته هاش هم معلوم نیست. 42 دوست داره، به هر کدوم از این دوستاش قولتون میدم اگه شما تماس بگیری میگه آقا این مردکه یا این خانم دیوونه است. اینم برای فاتح. چی بگم؟ من میگم اول نمیدونم چرا خوندمش فتیه. خب بذار بریم ببینیم دیگه چی داریم. جالب، آقای علی شیرازی، بدترین کاری که امکان داره یک کسی انجام بده اینی که توی سابجکت بنویسه اینترستینگ، جالب. آقا شما این ویدیو رو که باز میکنی اون زیرش اسم نوشته، یه چیزی نوشته، اونو کپی کن بیار بذار. ضمناً اینی که گذاشتی این میبره روی نمیدونم دیلی ویدیو و اینها. بعد بله، محمد رضا عالی پیام، همون از دور تیوی. خب حالا من نشون میدم، ببینیم آقای دور تیوی، نگاه کنید دوستان، اینها مصاحبه کردن با آقای دور پیام. نوشته گفتگوی اختصاصی آقای محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو با گزارشگران تلویزیون دور تیوی. اینایی که میگن گفتگوی اختصاصی یعنی چی؟ یعنی آقای عالی پیام با هیچ تلویزیون دیگه مصاحبه نمیکنه، فقط با شما مصاحبه میکنه، یا این مصاحبه که شما کردید خصوصی بوده و عمومی نبوده؟ این رو برای من توضیح بدید، من نمیفهمم.
خب حالا گفته دور تیوی، بریم ببینیم آدرسش کجا. توی این ویدیو که نیست، همینجوری میزنیم doortv.org ببینیم چه خبر. اینم تبلیغ مجانی برای دور تیوی، doortv.org. بله، داستان‌های مثنوی. انگار که ما کم داستان شنیده بودیم، همه نشسته بودیم منتظر قرن 21 بشه این کتابای مثنوی و این گفته ها رو برای ما ببرن روی اینترنت. حالا چه شود ما و پدرانمون که اونها رو خوندیم و بلد شدیم و نشه شدیم و رفتیم تو هوا و صوفی شدیم، به کجا رسیدیم که حالا به نسل جدیدم میخوایم اینو بدیم. دوستان نگاه کنید، تلویزیون اینترنتی دور، این صفحه اصلیشه، اخبار، برگ سبز، پرسش و پاسخ هفتگی با دکتر. آها گفتم، درست گفتم، همین دکتر آزمایش بود. اوکی، این آزمایش هم دو تا داریم، یکی دیگه از اون دانشمنده، ولی این یکی توی معنویات و هپرات و هپر و هپتوره. ببینید درباره ما این خیلی قشنگه، من درباره ما رو کلیک کردم. به جایی که بنویسه که آقای آزمایش یه پولی از ارث پدرش گرفت، یا یه پولی یه خانمی بهش داد، یا یه پولی دوستان دادن و این تلویزیون رو باز کرد، آقای آزمایش مثلا 50 ساله داره تو هپروت میچرخه، میخواد شما رو به اون عالم ببره. ببینید چی نوشته درباره تلویزیون دور. این بالا باز نوشته درباره تلویزیون دور: هدف تلویزیون اینترنتی 24 ساعته دور ارائه برنامه‌های متنوع و نهایتاً جلب رضایت خاطر شما عزیزان میباشد. لطفاً نظرات و پیشنهاد خود را برای بهتر شدن سطح کمی و کیفی برنامه‌ها با ما در میان بذارید. حالا شما بی برو یه صفحه آمریکایی رو بخون، ببین اون چی میگه درباره ما. میگه ما دو تا جوان بودیم تو مدرسه با هم همکلاس بودیم، آمدیم این گوگل و گوگل دو تا بودن، اومده گفته آقا این چقدر خوب میشد که هر کسی یه سوالی داشت وقتی جوابش پیدا میشد جوابش رو مینوش اینجا پیدا کن. توضیح میده من که اصلا تلویزیون دور اینترنتی زنده هدفش ای که شما هر چی میخواین بهتون بدن. چند تا تلویزیون تا الان اومده گفته ما میخواین برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، عشقی، سکسی همه چیزا رو باز کنیم، بعدش هم شده خودش نشسته با شما. چند تا حالا دیدید؟ خب حالا ببینیم این تلویزیون اینترنتی دور چه تاجی به سر شما و من میزنه. برید آقا، برید والا زندگی دنبال کار کاسبیتون. ولی جالبه خود من که میام اینجا میشینم به این اون میگم برو دنبال کار کاسبیت. البته خب ما الحمدلله کارمونو میکنیم، پولونم در میاریم و از این بابت محتاج کسی نیستیم. اگر کسی دوست داره و میفهمه و مایل هست حمایت میکنه، اگرم نه بره دنبال اونایی که دارن مبارزه میکنن براش، قرار بیان نیویورک کنسرت بذارن، نمیدونم فلان اینها، برید اونجاها حتما حتما موفق میشید. چی بگم، ساعت 3:32 است، روزای دوشنبه آقای اجلالی برنامه داشتن، الان از ماه قبل شده روزای چهارشنبه، پس ما میریم برنامه ها رو پی میگیریم. قبل از برنامه من آقای شبستری بود و برنامه ها به این صورته: آقای شبستری، من، آقای اجلالی، آقای مینویی، آقای ارشاد، و گاهی وقتی هم فیلمی از جایی میاد، کانون آوا دیگه، شما هم میتونید ویدیوتون بذارید. اون دوستی که من روز انتقاد کردم و اسمش رو نگفتم چون ایشون رفته بود یه فیلمی ساخته بود و اسم گفته بود، اسمشو بگم؟ نه آقا، چرا من تبلیغ مجانی کنم؟ آقا شما یا اشتباه کردی یا دروغ گفتی. من کی گفتم شما حرفای درست میزنی؟ من برای شما نوشتم حرفی که نوشتید و گفتید جالبه، بیاین توی تلویزیون به مردم بگی. من حخا هم بیاد میگم بیا بگو، هیتلر هم بیاد میام میگم بگو، خمینی و خامنه ای هم بیان میگم بیا بگو. باورم اینه که مردم باید بفهمن، و تا حالا داشتیم چند نفر تو تلویزیون ها داشتیم. حالا شما میایین میگین که ما میلیون ها سال متولد شدیم. من دیشب یه فیلم نگاه میکردم مال آقای مورگن فریمن، این هنرپیشه خوب و توانای آمریکایی، فکر کردم میخواد یه فیلمی واقعا تحقیقی درست کنه و اینها، دیدم نه، خود اینم یه کمی باور به خدا داره و اینها،
هر جا میرفت، میرفت هندوستان میگفت خب خدا اینا اینه، میرفت مصر میگفت خب خدا اینا اونه، میرفت اورشلیم میگفت خب خدا اینا اینه. چیز جالبی نبود، ولی نگاه کردم دو کلمه یاد گرفتم. مثلا اونی که آقای مینوی میگه روح چیه وجود نداره، این آقا توضیح داد، گفت همون که ما میگیم رمزی، همون که میگیم فرعون، بعد از 3000 سال 5000 سال من و شما هنوز داریم حرف میزنیم، این همون روحیه که اون بهش باور داشته. و همون خاطر سنگار اینجوری تا عمیق اسمش رو روش حک کرده که هیچ کسی دیگه نیاد بتونه پاکش کنه. گفته تا زمانی که اسم من اینجاست میاد میخونه، روح من این دوربرا میچره، میچرقه. چریدنم بد نیست. در هر صورت اینم از این ماجرا. با اون دوستمون که برنامه‌شون رو یه 3 ساعت یه 4 ساعت پخش کردیم و ضبط کردیم و اینها داریم صحبت میکنیم، اگه بشه روزانه اینها 5 روز از سوئد برنامه پخش میکنن و ما داریم کمک میکنیم رادیوی اینها بشه رادیوی اینترنتی. چون من وقتی به برنامه ایشون گوش میدم، مثلا اون روز داشت یه چیزی رو پخش میکرد که گویا دوربینای مخفی یا دوربینایی که گذاشته بودن توی طلا فروش نشون میداد که مثلا 3 نفر میان، 2 تا خانم میگن این جواهرات چجوریه اینها، و مثلا پسره دوستش یا همسرش جواهرات رو کش میره. این رو شما توضیح میدی، بله درسته، من میتونم به اصطلاح متجسم کنم که چجوریه و بفهمم، ولی اختی فیلم رو نشون میدید یه حالت دیگه ای داره. اینی که اون موقعی که امکانش نبود رادیو، بعد که امکانش پیدا شد تلویزیون. بله هنوز هم رادیو طرفدار داره. کجا؟ توی ماشین. شما نمیتونی تلویزیون نگاه کنی، اگه تلویزیون نگاه کنی تصادف میکنی. ولی شمایی که وقت میذاری دوست عزیز، روزی اینقدر ساعت و همون صفحه ای رو که خودت میبینی نشون میتونی بدی به دیگران استفاده کنن. من الان اگه اون ویدیوی رو که نشون دادم که این خانمای فوتبالیست آلمان رو اومدن حقوق دادن، شکل و لباس خدمه هواپیمایی امارات رو بهشون پوشوندن، من هرچی برای شما توضیح میدادم زبان من قاصر میبود که بتونه این رو برای شما به اصطلاح مجسم کنه، نشون بده. اینه ما میخوام داریم این کار رو انجام میدیم و ایشون هم خیلی استقبال کرده. اولا اختلاف ساعتی که داریم 6 ساعته، هر وقت ایشون زنگ میزنه من نیستم، من زنگ میزنم ایشون نیستش یا روی برنامه زنده است. قرار امروز بعد از ساعت 4 با هم صحبت کنیم، امیدوارم به زودی به توافق برسیم، برنامه های این دوستان رو پخش کنیم. برنامه های جالبی میذاره، 1001 خبر، بعدش شروع میکنه موزیک، بعدش شروع میکنه اخبار محلی، بعدش تبلیغای اونجا، و به این وسیله نشون بدیم که با وجودی که ایشون طرفدار پادشاهیه و من دیگه از پادشاهی بریدم، دیدم پادشاهی به نظر من قرن 21 به درد نمیخوره، همون قرن 20 هم به درد نمیخور. به نظر من از موقعی که همون فرانسه و جای دیگه انقلاب کردن و آمدن فهمیدن که بابا یه خانواده ای اگر به هر دلیلی باباش هر چیزی آدم با عرضه‌ای بوده، شاه شده، کینگ شده، رئیس شده، دلیل نداره پسرش هم بتونه این کار انجام بده، دلیل نداره دخترش هم بتونه انجام بده. به همین خاطر عقل و فهمشون رسیده به این که ملت الان دیگه فهمیده شدن. ناگفته نماند که بعضی هم نفهمیدن هنوز، میگن نمیدونم با دیکتاتور بانستن باشن، فهمیده شدن و میتونن خودشون صلاح خودشون رو به صورت انتخابات انتخاب کنن. ولی ایشون میگه اوکی نظر شما اینه، شما برو حرف بزن، منم حرف میزنم. گفتم بهتون اون دوست ما که اومد از آقای انصاری ایراد گرفته بود، میگفت که من به خاطر حرفای آقای انصاری از رضا پهلوی دیگه دل بریدم، میدونم که این دنبال پول و کارکاسبی ایناست، ولی ایرادش اینه. میگم خب آقا تو خودت از این بر میگی خیلی ممنون که این اومده، بعد از اون بر میگی کاش نیومده بود، تو دیگه کی هستی؟ خب سلام، فکر میکنم عکس آن دو خانم مال بعد از انقلاب است، چون تا 2-3 سال زنها روسری نداشتن، چون امکان نداشت زمان انقلاب دخترها چیزی مثل روزنامه بفروشن. ممنونم از شما، شما درست میگی، من میفهمم، ولی نرود میخه آهنی در سنگ به این احمق بهمن بیک تو آتلانتا که اینو نمیشه بگی. بذار با زبون خودش بگیم گیرم که تو درست میگی. زمان شاه این بوده، سر خیابون مردم میومدن
آگهی میدادن تو خیابون اینا. اولا دولت و پاسبان و اینا کجا بوده که جلو اینا نگیره تو خیابون؟ یه دختر جوونی بیاد تو ترافیک به وایس روزنامه و مجله بفروشه، این اوله. دوما اگه این مملکت این بود، چرا مردم گفتن ما آزادی میخوان؟ چرا فضای باز سیاسی شاه داد؟ یا شاه دیوونه بوده یا مردم دیوونه بودن؟ تو به من بگو کدومشون دیوونه بودن. فوری به شما میگه مردم دیوونه بودن. اگه گفت مردم دیوونه بودن، شما دوست عزیز، خواهر گرامی من، بهش بگو مردمی که 37 سال پیش با دو تا شاه دیوونه بودن، آیا 37 سال که گذشت با این همه آخوند عاقل شدن؟ اگه گفت نه، بهش بگو خب احمق، پس بتمرگ. همین آتلانتا، پولی که بابت خودت و خانمت و دخترت و اینا همه رو میگیری بگی بخور بخ خوش باش و چاق شو. اینا من همون طبق اون فلسفه، تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی، با اون فلسفه بهش صحبت میکنم. میگم آقا دوتا میشه چند تا؟ میگی 6 دلار. دو دلار میدم دستش، میگم حالا 6 دلار بده من. البته یادتون باشه پول دست همچین افرادی ندید. دو دلار به دستش مثل شاه و مثل دیگران فرار میکنه میره و دیگه شما بهش نمیرسی. بابک میگفت که به فلانی اگر دست دادی انگشتاتو بشمار. به رضا پهلوی میگفت، میگه اگه به رضا پهلوی دست دادی، دستتو که آوردی 1 2 3 4 ای وای یکیشو دزدید. دوستان عزیز ممنونم، ممنونم که برنامه من نگاه میکنید، خیلی خوشحالم که به صورت زنده نگاه کردید و امیدوارم که شما هم با فرستادن نوشته‌هاتون، با پیام گذاشتن، ما رو در این راه همکاری کنید و همیاری. دوستان از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون، متشکرم. به دیگران معرفی کنید برنامه سربی با مردم. اگر به نظرتون جالب میاد برای دوستانتون بفرستید، اگر به نظرتون جالب نمیاد بگردید برنامه‌های جالب رو پیدا کنید برای من بفرستید، تا من براتون بذارمش روی میز تشریح مثل تلویزیون در. در و گوهر. آقای آزمایش 20 سال پیش آمده تو فیرفکس همین مزخرفاتو میگفته که الان میگی. میگه اسلام بدون ایران دوام نمی آورده. خب حالا آورده نمی آورده، چه کار باید بکنی؟ شما که انقدر خوندی، اگر به جای رسیدی که نمیدونی چه باید کرد، خب من باید احمق باشم؟ چون شما وقتی میری مدرسه درس میخونی، میری میگی که این معلمه درس خونده، حالا معلم شده، داره فولکس واگن سواره، پیکان سواره، مرسدس بنز سواره، این یکی درس خونده نمیدونم شده رئیس بانک و فلان و بیسار. اگه شما بری پهل یکی درس بخونی که کنار خیابون گدایی میکنه، شما میگی من برای چی بیام؟ این آقای آزمایش هم ازش سوال کنید آقا من بیام اصلا بشم خدا و یه دین و فلسفه و معنویات، بعدش بشم بس شما یه سیبیل درویشی بذارم بیام بشنم اینجوری؟ شما چه کار کردی؟ تو زندگی چه موفقیتی داشتی؟ سوال کنید، نترسید. فیلمی، برنامه‌ای بهتر از اینجا پیدا کردید، اینجا وای نسید. تنها مجری هستم که میگم وای نسید. تنها کسی هستم که میگم آقا اینجا من مزخرف میگم. البته آقای چیزم گفت که خب خود آقای سوری میگه من مزخرف میگم. نه آقا، من اینو میگم که اگه اون طرف شعور داشته باشه، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اگه کسی آمد گفت، میگم آقا من که دارم بهت میگم من مزخرف میگم، شما اومدی دانشمند بشی، میخوای 2 ساعت تلویزیون نگاه کنی دانشمند بشی؟ احمق. 57 سال دو تا شاه با سواد و بی سواد سوئیس رفته از مدرسه کردن بیرون، ملت رو احمق کرده. تو میخوای بیای 2 ساعت تلویزیون نگاه کنی دانشمند بشی؟ کارمون خیلی خرابه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.